بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. هوا به شدت گرم و گفتن که امروز تازه خوبه، از فردا نمونه جهنم رو میتونید در حتی منطقه ویرجینیا که خیلی هم گرم نیست به نسبت آریزونا و تگزاس و اینها به اصطلاح ببینید. حالا ببینیم چی میشه. و جالبه که با همه اینها افرادی هستن، مخصوصا اونایی که طرفدار آقای ترامپ هستن، هنوز این گلوبال وارمینگ رو، یعنی گرم شدن کلن محیط کره زمین و اینها رو قبول ندارن. خب کارشون هم نمیشه کرد، زورشون نمیشه کرد و باید گذاشت تا زمان بالاخره بهشون یاد بده. اجازه بدین من از این فرصت استفاده کنم و برم در صفحه شخصی خودم روی فیسبوک و این ویدیوی برنامه امروز رو با دوستان، به به افشین خوش آمدید، خیلی ممنون. دوستان شما هم دارید دوستانی که سر یه موضوعی باهاش دعوا کردید، بعدن میبینید که بعد از اون دعوا بهتر همدیگر رو میشناسید، بیشتر همدیگر رو دوست دارید، دوستای بهتری هستید و دیگه حد و مرز همدیگر رو هم میدونید که مثلا آقا این از این شوخی ناراحت میشه یا این حدش اینقدر و الی آخر. این دوستمون آقای افشین هم یکی از اون دوستاست که ما با هم یه کمی مشکل پیدا کرده بودیم، ولی خیلی خوشحالم که دیروز وقتی من برای ایشون نوشتم کجایی، چه حال، چه خبر، ایشون گفت که ما هستیم و به قول معروف گفت دوستی من و شما با چند تا فوش خوار مادر به هم نمیخوره. نه هم فوش ندادیم، فقط دعوای احمقانه بود. و خوشحالم افشین اگر کمک چیزی خواستی، این آقای حمید نصیری، پسر آقای بسیار خوبی، حالا چون زن نداره بهش میگیم پسر، در سوئد هست، کارهای کامپیوتری انجام میده و اینها، و دیدم ویدیوهایی به نام نیو جنریشن NG اونها رو هم درست کرده و حالا یه روزی فرصت بشه بیاریمش. خیلی خوشحالم که از دفتر آقای حسینی هم یه نفر الان اینجاست و من از ایشون دعوت کردم دوست عزیز آقای حسینی اگه مایل هستن در برنامه ها شرکت کنن، و ایشون هم نوشته که رجوی حمایت علامه محمد علی حسینی، علی الحسینی، رئیس شورای عربی اسلامی لبنان برای سازمان مجاهدین 1,000,000 هوادار است. 1,000,000 هوادار است. مریم رجوی 1395. آها خیلی جالبه، مریم رجوی یه چیزایی گفته که خود حالا علامه محمد علی الحسینی داره میگه بابا اینا اینجوری هم و کلن دروغو هستن. حالا به زودی حتما این آقای حسینی رو میگن یا مزدوره یا ماموره. و اما بریم سراغ دوستانی که از ما خواستن اول برنامه بگیم که درباره چی میخوایم صحبت کنیم، که اینها ببینن اصلا ارزش داره بشینن یا برن دنبال کارشون. والا کار مشکلیه، مخصوصا ما ایرانی ها مرتب و ردیف بیاییم بگیم که درباره چی صحبت میکنیم. من این پیره رو پوشیدم، تازه از خوشرویی گرفتم، ولی وقت پوشیدم دارم چقدر چروکه، بعد اینجوری پشتشی کشیدم، اینجوریش کردم، یادم افتاد که چرا این پیرنهای این روزا رو اینقدر گل و گشاد درست میکنن. اون وقتا شوخی میکردیم میگفتیم این شلوارهای اصفهانی، اونا که تو مزرعه و اینا کار میکردن، از هر شلواری میشه 3 شلوار درست کرد. دلیلش هم نمیدونم چرا اینقدر از بالا تو پایین گشاد بود، شاید هوای خنک بره داخلش، نمیدونم، ولی این پیرنها رو چرا اینقدر گنده درست میکنن، گل و گشاد درست میکنن، بعدم چروک میشه. یادم میاد تو تلویزیونای آمریکایی هر وقت میری کار میکنی شما میبینی اینا پشت سرشونو با منگنه، همون موقع که داره میره رو صحنه، اون منشی صحنه، اون کارگردان و اینها میان طرفو میگیرن، اینجوری پیرنشو میکشن پایین، چپ چپ اینجا منگنه، چپ چپ پشتش منگنه، وقتی میاد بیرون بیچاره مثل آدم آهنیه، اینجاهاشو کشیدن، اینجا منگنه و الی آخر. و از همش بهتر اینه که وقتی کت میپوشی، چون کت سنگینه اینا رو میگیره، ولی امروز انقدر اینجا گرمه که من امروز 2 دوش گرفتم از بس گرم بوده، رفتم بیرون اومدم اینها. و چی میگن
آمدم حالا نشستم اینجا دیگه تا هر وقتی که دوام پیدا کنیم برای شما صحبت میکنیم. و اما اونایی که میخوان ببینن چه خبر هست، امروز آقای بابک هیروی ساعت 3 بعد از ظهر وقت واشنگتن و 12 ظهر به وقت کالیفرنیا میاد و درباره این آقای فخرآور یک حقایقی رو به شما میگه. اون وقت شما خودتون بشینید قضاوت کنید. این یک. دومیش قسمت دهم گفتار عقل بشر از دوستمون که از خلیج فارس اینها رو تهیه میکنن و میفرسن براتون پخش میکنم ساعت 2:45. پس من 45 دقیقه وقت دارم با شما باشم، الانم شد 40 دقیقه تا بشه 2:45. 2:45 میریم سراغ دوستمون از خلیج فارس حدود 15 دقیقه، بعد شما رو سوار میکنم میبرمتون، سوار قالیچه حضرت سلیمان میبرمتون به کالیفرنیا. با آقای بابک هروی خواهیم بود احتمالاً به مدت ربع ساعت 20 دقیقه، بعد از اون دوباره من با شما خواهم بود. پس شد بابک هروی دهمین گفتار عقل بشر. و نظر شما امروز درباره این آهنگ هایی که بازخونی میکنن یا بازخوانی آهنگ های کلاسیک چیه؟ من معمولاً اون قدیمی ها رو و اوریجینال و اصلیشو بیشتر دوست دارم. حالا فکر کنم به دلیل اینکه اونها تو مغز ما نشسته و هر کسی میخونه مثل اون نمیتونه اجرا کنه، یا اینکه یه جوری احساس میکنیم اینایی که میان بازخوانی میکنن حقیقتا مفتخوری میکنن و سوء استفاده میکنن از حاصل به اصطلاح زحمات و اون دستاورد افرادی که اون رو ساختن 30 سال، 40 سال، 50، 60 سال قبل با اون زحمات. اینا حالا زرتی میان، آهنگ ملودیش معلومه، ریتمش معلومه و میخونن، خیلی هم خوشحالن با این دستگاه های اکو و نمیدونم اینها میخونن. ببخشید اینو میگم، ولی تو ایران میگفتن این دستگاه های اکو انقدر خوبه هر خری از این ورش ار کنه صدای گلپا رو شما میتونی از اون ورش بشنوی. نه توهین به گلپاست، نه توهین به خر، در مثل مناقشه نیست. یعنی اینه، دیدم یه نفر نوشته اگر آب دستتون هست، حالا پتریک میگه بابا قرار شد بخونی سرتیپ که اهم برنامه های امروز، ول کردی رفتی. عیب نداره پتریک جان، تو که دیگه با ما سالها هستی، اگر مهمان مایی تازه دل باش. خلاصه نوشته بود اگر آب دستتونه بذارید زمین، این ویدیو رو تماشا کن. دیدم یه خانمی نشسته آیفون گذاشته تو گوشش، میکروفونش هم اینجا آویزون، یه آقایی هم نشسته آیفون میگم اون ایرفون که مال آیفونه گذاشته تو گوشش اونجا، بعد یه اکوی بسیار خوبی هم گذاشتن، این آهنگ بردی از یادم نمیدونم فلان و اینها رو گذاشتن، بعد این میخونه بعد اون میخونه، هر وقت این میخونه اون میگه به به، هر وقت اون میخونه اون میگه به به. یادم به پسر خودم افتاده بود، اولایی که ایرانی یاد گرفته بود هر وقت یه چیز بیمزه یکی میگفت به به، عجب مرد هنرمنده، خود گوید و خود خنده. حالا اینا خودشون میخوندن، خودشون هم چی میکردن. اتفاقا فکر کنم آقای دکتر عطا، خدایا کیه این دکتر عطا، بهایی هم هست، خیلی آدم خوبیه، خلاصه فکر کنم این بود، این ویدیو رو فرستاده بود. البته میدونید ویدیو ها وقتی میاد هی فرست شیر میشه، میفرستن معلوم نیست دیگه اصلش مال کجاست. بعد این شعره رو که خوندن اینا گفتم خب حالا چیه، شما یه آهنگی رو که سالها مردم این رو شنیدن میدونن تو جسمشون، تو روحشون، تو مغزشون، تو مموریشون جا افتاده، بردی از یادم. اینا یادم میاد توی مهمونی میگن به یکی گفتن بخون، خیلی هول شد، بعد عوضی خون گفت نمیدونم بردی از یادم دادی بعد به جایی که بگه دادی بر بادم گفت بادی در دادم. حالا این دوستانم، این آقا خانم، به قول آمریکا گد لایف، برین یه زندگی پیدا کنید. اگه آهنگ سازید، خواننده هستید، اگه آهنگ سازید خب آهنگ و شعر خودتونه بسازید و نمیدونم بخونید، اگه خواننده هستین از یه نفر بخواید براتون یه آهنگی مناسب با صدای شما بخونه، بعدم اینقدر به خودتون چهچه و بهبه نکنید. اون ویدیو دروغه آقای سوربی. خب بازم همون میشه. یعنی دو نفر بیکار اومدن نشستن، حالا همچین جوون هم نیستن دیگه، اینها سر پیری برای هم قدم میرن، اومدن نشستن اونجا، بردی از یادم دادی بربادم بادی در دادم، ولمون کنید آقا تا باد از باد در ندادیم. و اما نظر شما درباره بازخوانی آهنگ دیگران چیست؟
داستان زندگی در دو تصویر، این خیلی قشنگه دوستان. یه عکسی هست که حالا میدونم امید صدیقی نشسته، صدیقی درسته یا صدیقی؟ چون داریم صدوقی، صدیقی، بعضی ها صدیقی رو میگن صدیقی، غلطه فکر کنم، صداقت و صدیقی و اینها یه جاست. بذار من ببینم این عکس رو میتونم براتون پیدا کنم. نوشتم زندگی، دیدید که همیشه میگن یک عکس گویاتر از هزار کلمه است. حالا این عکس شما نگاه کنید دوستان، من اینجوری هم بهتون نشون میدم که بتونم براتون بچرخونمش و شما این رو ببینید. این شروع زندگیه و هر کدام از ما به این صورت، این قسمت بالا رو نگاه کنید، در دامان، در بغل مادرامون به اصطلاح زندگی رو شروع کردیم، ولی قسمت بعدیش این پایینه. بذارید من براتون بچرخونم که این حالا نشون میده که همون مادر در بغل پسرش چجوری وقتی که احتمالاً دیگه استخون درد و آلزایمر و اینها داره نگهداری میکنه. یه بار دیگه بهتون نشون بدم و ببینید زندگی در یک تصویر حقیقتا، این بالا و این حالا اینجوری. من این عکسو که دیدم، دیدم عکس بسیار قشنگ و خوبی است و گفتم به شما هم نشون بدم، داستان زندگی در دو تصویر. آقای امید صدیقی برای من نوشته آقا شما میگی شاه بد بود، رضا پهلوی بده، مجاهدین بده، پس به کی دل خوش کنیم؟ آقا گفتی این ماجرای اون شد که یک دکتر روانشناسی جدیدن از دانشگاه فارغ التحصیل شد، میدونید اول میفرستنشون برن رزیدنسی توی یک بیمارستانی، فرستادنش توی یک کلینیکی توی بیمارستانی، تیمارستانی از حقیقتا، و اونجا نشست و صبح داروها رو داد به این مریضا، مریضا داروها رو گرفتن، دیدین که از توی قوطی بهشون میدن وای میسن بخورن، مکشور که حتما خورده و آبم کرده روش، رو رفتن همشون توی این راه رو وایسادن به ترتیب. تو دیوار یه سوراخی بود، هی اینجوری سوراخ رو نگاه میکرد تا نوبتش میرسید اون پشتی بهش میزد که برو. این دکتر وایساد دو سه روز همینجور صحبت دید که این دیوونه ها میان هی این سوراخ رو نگاه میکنن و میرن اینها. یه روز گفت که منم برم ببینم تو این سوراخه چیه که اینا نگاه میکنن. رفت و وایساد نگاه کرد، دید چیزی ندیده. دیدین گاهی وقتی از این دوربینایی که حالا یا کرایه‌ای یا دوربین معمولی میزنید رو چشمتون، هی باید اینجوری اینجوریش کنید تا پیدا باشه، یا حتی تنظیمش کنید، یا اگرم پولی باشه باید پول بندازین داخلش تا اصلا باز بشه. بعد این هی اینجوری کرد اینجوری کرد، دید اصلا چیزی نمیبینه. فوری هم پشت دری زد بهش که آقا برو معطل شدیم. رفت دوباره فردا صبح اومد نگاه کرد چیزی ندید. روز سوم که نگاه کرد چیزی ندید، اومد وایساد اون بیرون. هر کی از اونجا اومد گفت شما تو این سوراخ چی می‌بینید که هر روز وای میسید نگاه می‌کنید؟ گفت شما چند روز اومدی اینجا؟ گفت من 3 روزه. گفت برو آقا من 30 سال اینجا هستم، هر روز نگاه می‌کنم چیزی ندیدم، حالا شما 3 روز اومدی می‌خوای چیزی ببینی؟ این امید صدیقی عزیز، ماجرا همینه. خب اگر من کسی رو پیدا کرده بودم که می‌دیدم به قول بعضی ها سرش به تنش میارزه، اگه کسی رو پیدا کرده بودم بیدودم راست میگه درست میگه، که شما نمیخواست از من بپرسی، میدیدی سوربی الان دنبال روی اونه، نیست آقا کسی. شما برو اگه تو ایران هستی یه گلدون یه حسین، برو سراغ اون بشین برای اون صحبت کن، اونو بکن رهبر اپوزیسیون، هر وقت اون تکون خورد کاری کرد شما موفق میشی. اینا تفاوتشون با اون گلدون با اون حسین همیه. اقلا اون گلدونه یک گل چی میگن، یک گل شمدونی به شما میده، یه پرنده میاد این گلاش میرزه به هم، یک کرمی از توش میخوره میره، یه سودی برای کسی داره. اینا هیچ بخاری ندارن آقا، نیست، خالیه، صحنه خالی است. حالا شما دوست داری به رضا پهلوی دل ببندی؟ ببند آقا. اون وقت اگر دل به اون بستی باهاش تماس بگیر، بگو آقا من طرفدار تو هستم، چه کار باید بکنم؟ واقعا طرفدارای رضا پهلوی میدونن برنامه‌اش چیه؟
طرفداران مجاهدین میدونن برنامه رجوی چیه. رجوی که مرده آقا دیگه، بابا به چه زبونی بیان بهتون بگن که مرحوم رجوی دیگه بحثی هم ازش نیست. حالا طرفداران خانم مریم رجوی میدونن برنامه شون چیه، دیگه کیا رو داریم؟ طرفداران آقای امید دانا میدونن کیه؟ امید دانا که بدبخت الان از ترس، ما وقتا چدباز بودیم وقتا جوان که بودیم چدباز بودیم، این کیه؟ نه چدباز بودیم در تیپ 55 هوابرد شیراز و وقتی از هواپیما میپریدی پایین بچه ها به هم دیگه شوخی میکردن این چتر که باز میشد دیگه امید اون موقع، یعنی میگفتی آره دیگه 80% زنده میمونم اگه بیفتم زمین ممکن پاو دستم بشکنه. بعد واز که میشد اولین چیزی که بود میگفت که پاپیونت آزاد شد. پاپیون منظورشون، ببخشید اینو میگم، منظورش این بیزه بود که از ترس آمده بود اینجا شده بود پاپیون. نه فقط از ترس، این یک هارنس میبندن، هارنس نمیدونم چی میگن، یک کمربند، یه چیز کمرم نیست، میبندی به شل پا تو این برابر میبندی که این چتر طوری که میگیره، به اینا میگن هارنس به انگلیسی، با ایرانی یادم رفته چی میگن. این وقتی شما میای از هواپیما بیرون، وقتی اون چتر باز میشه واقعا یه فشاری میاره به همه جات، مثل همون شعره هست که میگه سن که میشه سن که رسید به 50 فشار میاد به چند جات. این هواپیما وقتی شما رو ول میکنه اون بند کشیده میشه چیز میشه، اصلا اینجوری یک ضربه میزنه، ولی چه آرامشی بعد از اون داری. بعد از پاپیون شدن معامله اون اینجا، بعدن یک آزادی و بعدم اون برمیگرده به خاطر گراویتی یا نیروی جاذبه سر جای خودش. در صورت جواب شما آقای امید صدیقی اینه که میخوای کلک بزنی؟ ما 30 سال داریم تو این سوراخ نگاه میکنیم هیچی ندیدیم، شما 3 روز اومدی میخوای یه چیزی ببینی؟ طبعاً. و اما دانشگاه کرمان، تیمور گلچین، این دوست خوبمون، برای ما یه چیزی فرستاده، I love your shirt ابی. دیروز رفتم یه جایی یه پیرنی پوشیدم مشکی، اون وقت روش چیز آتش بود به اصطلاح، یه بارم پوشیدم تو برنامه ها مال 5 سال 6 سال پیش. بعد یک آقای جوونی گفت عجب پیرن قشنگی پوشیدی، باور کنم خواستم درش بیارم بهش بدم و بهش گفتم که حالا بعد دیگه بدش، لحظت ای کاش میشد ما این پیرنمونم در بیاریم بدیم به شما. در هر صورت ممنون و متشکرم، ولی خودم خیلی خوشم نمیاد، چون باید مثل که هی اینجوریش کنیم اینجوری یا اینجوری بشینیم مثل آقای شمیرانی. من به خاطر شروع که پیرانهانم و دوستی وطنم مجبورم اینجوری بشینم، مثل اینکه عصا خوردم حالا خدا میدونه چی پس بده. آبا بدمون. خب دانشگاه کرمان، تیمور گلچین، امروز آهان طرفداران پهلوی را بهتر بشناسیم، میبرمتون سراغ آقای اردشیر زک اسگری. بعد یک ویدیوی خوبی خانم مستانه شرق درست کرده، اون رو براتون در طی برنامه ها میذارم از امروز تا چهارشنبه، به نام نوجوانی ما در زمان پهلوی. بعد اعتراض یک روحانی هست به نام حسن آقا میری به تماشا کردن اعدام در ملأ عام. و اما بریم سراغ دانشگاه کرمان و ببینیم که این دوست خوبمون آقای تیمور گلچین چی برای ما فرستاده بود و ببینم کجایی ما با فیسبوک یه مسئله داریم. وقتی که پیام ها رو برای خودم میفرستم بعضیاش میاد بعضیاش نمیاد. دوستان چهارشنبه یک مهمانی داریم که ایشون تو کارهای اینشورنس و اینها هست و من تا حالا نمیدونستم، تو آلمان میدونستم وقتی یه نفر مسافرت میاد پاش که به آلمان میرسه اونجا میتونه با یه مبلغ کمی حالا یا به عنوان دانشجوی کلاس آلمانی و اینها بیمه بخره، ولی این دوستمون میگه که شما میتونید حتی، یا شاید برداشت من این بوده، شما میتونید حتی برای اونهایی که به صورت توریست میان اینجا براشون بیمه بخرید. و من گفتم خب این خیلی جالبه و بیاین. اگه یادتون باشه قبلا شما فقط یه دعوتنامه میفرستادید برای فامیلتون، بعد گفتم خب حالا این فامیلت که میخواد بیاد مخصوصا از ایران که محدودیت پول آوردن با خودش داره، اگه اومد اونجا شما
به اصطلاح تضمین میکنی که مخارجشو بدی؟ شما میگفتی بله. میگفت حالا یک چیزی هم از بانک بیار که شما آدم خوش حسابی هستی، پول تو حساب هست. میگفتی بفرما. بعدن یه چیز دیگه هم اضافه کردن، گفتن خب حالا که این میاد مهمون شماست، شما هم خرجشو میدی، اگه این مریض شد شما تضمین میکنی که مخارج بیمارستانش رو بعد از اینکه حتی این برگشته رفته یا خدای نکرده فوت شده شما پرداخت کنی. این شد که یه مقداری مواظب باشید برای یه کسی اگه میخواین دعوتنامه بفرستید و اینها، ببینید چه مسئولیتی چه ضمانتی رو دارید قبول میکنید. یعنی دانسته قبول کنید خب خوبه دیگه، میدونید، ولی ندانسته چیزی رو قبول نکنید که بعداً هم بین خودتون همون دوستتون یا فامیلتون دردسر ایجاد بشه. و اما وقتی پای صحبت دوستان سلطنت طلب میشینی، از زمان پهلوی چنان میگن که ما فکر میکنیم تو هر کوچه‌ای یه مدرسه و یه دبیرستان بود، میرفتی سر خیابون یه دانشگاه بود، این ور دانشگاه یه کاخ جوانان بود، اون ور یه دیسکوتک بود، اون ور فلان بود، بعدم اون ور نمایندگی ایران ناسیونال بود، پیکان بهت میداد مثلا قصی. ولی میای حقیقت رو میخونی و خودشون، جالب اینه که خود این دوستان براتون میفرستن مقاله هایی رو که گویای این هست که نه خیر آقا، نه خیر خانم، اصلا همچین چیزی نبوده. در زمان شاه هم ما مسئله کمبود مدارس، مسئله کمبود دانشگاه و اینها داشتیم. حالا بله، آدمای خیری بودن، آدمای خوبی بودن که این کارها رو انجام دادن. آقای به نام مهرداد اخوان، مهرداد اخوان آمده این مقاله رو گذاشته. دوست اون آقای تیمور گلچین هم لطف کردن برای من فرستاده. نوشته دیما 1353 استاندار وقت کرمان، در دفترش پذیرای زوجی بود، زوج میانسال پولداری ساکن تهران که به تازگی از مسافرت طولانی به دور دنیا و شهرهای ایران برگشته بودند. هیچ وقت کسی ندونست چرا از بین این همه شهر، در ایران کرمان را انتخاب کردند. مرد مهندس کشاورزی و تحصیل کرده دانشگاه تهران و بعداً پاریس بود. خیلی پولدار بودند. پولی که از حاصل کار مرد از تجارت و تخصص بود، نه ارثیه فامیلی. مرد به استاندار وقت گفت سالها زندگی میکنیم و متاسفانه فرزندی نداریم و وارثی. تصمیم گرفتیم با پولی که داریم در کرمان چیزی بسازیم. استاندار خیلی خوشحال شد، فوری پیشنهاد داد بیمارستان بسازید. پس بیمارستان لازم داشته، کرمان بیمارستان کافی ندارد. مرد گفت نه. استاندار پیشنهاد داد هتل، کرمان فقط یک هتل داره. دوستان 1353 کرمان یک هتل داشته. مرد گفت نه. استاندار پیشنهاد داد هتل و گفت نه. مدرسه، مسجد، مرکز خرید و جواب همه نه 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 بود. همسر مرد توضیح داد ما تصمیم گرفته ایم در کرمان دانشگاهی بسازیم با همه امکانات، و مرد کلام همسرش را کامل کرد. یه دانشگاه اینجا میسازیم، اون وقت هتل و مسجد و بیمارستان و اجازه بده من اینو بیارم پایین تر، یعنی برای شما بالاتر. بله میبینید، بله، همسرش، کلام همسرش رو، ما یه دانشگاه اینجا میسازیم، اون وقت هتل و مسجد و بیمارستان و مرکز خرید و مرکز جنب توریست هم در کنار اون دانشگاه ساخته میشه. ما دانشگاهی در کرمان میسازیم برای بچه هایی که نداریم و میتونستیم داشته باشیم. اون روز و تمام هفته بعد اون زوج میونسال در ماشین استانداری تمام کرمان را برای پیدا کردن زمین مناسب برای ساختن اون دانشگاه زیر رو کردن. هر جا بردنشون چیزی پسند نکردن. روز آخر در حومه کرمان در بیابون برهوت کبیری کرمان راننده کلافه دمی ایستاد تا خستگی در کند و آبی بنوشد. راننده بعدها تعریف کرد که تا مرد پیاده شد که قدمی بزند، زیر پاش یک سکه یک ریالی پیدا کرد، ورش داشت و به من گفت همین زمین رو میخوام، برکت داره. پیدا کردن این سکه نشونه خوبی است. این دانشگاه رو میسازیم. راننده میگفت، بهشون گفتن اینجا بیابونه، بیرون کرمان، نه آب داره نه برق، خیلی فاصله داره تا شهر.
ولی مرد سکه یک ریالی رو گذاشته بود جیبش و اصرار کرده بود که نه، فقط همین زمین رو میخوام، همه زمین این منطقه رو برام بخرید، دانشگاه رو اینجا میسازم. اون زمین خریده شد و احداث دانشگاه کرمان از همون ماه با هزینه و نظارت مستقیم اون مرد شروع شد. خلاصه میاد آخرش توضیح میده که اینها کی بودن. سرانجام در 24 شهریور 1364، این که میشه بعد از انقلاب، در حضور خودش و همسرش اون دانشگاه افتتاح شد. دانشگاه شهید باهنر کرمان، نامی از او بر هیچ جا نبود غیر از همون عکس کوچک قدیمی تو اون اتاق کوچک. وقت سخنرانی افتتاحیه گفته بود که چقدر خوشحاله که اون دانشگاه رو ساخته و حس میکنه که این فرزندان خودش هستن. نه اون آقا اسمش یه چیز دیگه است، حالا بذارید من ببینم. خلاصه اینا اگه خواستی من براتون میفرستم، ولی بحث من این بود دوستان طرفدار پادشاهی، آقای اردشیر زک اسگری که قهرمان زیبای اندام هستی و این زیبا اندام ها بعضی هاشون خیلی قد کوتوله هستن، نمیدونم به خاطر اینکه بیرویه وزن برداری کردن قدشون کوچیک مونده یا چون قدشون کوچیک بوده احساس کمبود میکردن به اونایی که قد بلندن، گفتن بریم زورمون رو زیاد کنیم. حالا اگه فرصتی بشه یه وقت مصاحبه انجام بدیم با این آقای اردشیر زک اسگری با هم صحبت میکنیم. یه جایی من نوشتم که ما ملت با فرهنگی 7000 ساله هنوز بلد نیستیم از فیسبوک استفاده کنیم و قوانین فیسبوک رو زیر پا میگذاریم. این آقا برداشته من فوش داده، توهین کرده که سربی مأمور جمهوری، میگم آقا، بعد میگه تو به پهلوی توهین کردی، جواب های هویه. میخوام بهش بگم آقا من چه توهینی کردم؟ گیرم که توهین کردم، تا امروز توهین نکردم، حالا امروز توهین به پهلوی. شما که جوابگوی پهلوی شما نیستید، که تنها کاری که میتونید بکنید اگه سربی توهین میکنه شما بشینید هی تبلیغ کنید برای پهلوی. شما هم بلد نیستی آقای اردشیر، همین شماها بودی که 57 سال، البته سن شما به نظر زیاد نمیاد، همین شماها بودید که 57 سال. آقای اردشیر الان برای من نوشته که سعی کردم برنامه‌تون رو تماشا کنم ولی برنامه جمعه گذشته رو پخش میکنه. نه آقا، من الان برنامه لایو دارم عزیزم، شما باید بیای روی فیسبوک اون بالا کلیک کنی صفحه فیسبوک تو ریفرش کن. اگه اون روز به جای توهین، به جای گردن کلفتی، به جای فحاشی این حرف رو نمی زدی، می گفتی سربی قربون دهنت، درست میگی، من حالا وقتم رو نمی زاشتم با شما، می مدم یه چیز دیگه یادت می دادم، بهت یاد می دادم که آقا خانم صبح اگه میای یه صفحه ای رو واز می کنی. راستی چرا این ریفرش اوتوماتیک رو نمی زارن؟ دلیلش اینه که خب همه صفحه ها که هر روز به روز نمیشه، که خودمون باید یاد بگیریم یک کلیک رو. آقای اردشیر اینم یه چیزی دیگه، حالا هر وقت این کلیک ریفرش رو زدی یادی از من کن. گفت هر جا دیدی گلی شاخش شکسته عزیزم یادی از من کن، عزیزم یا چین، هر جا دیدی گلی شاخش شکسته عزیزم یاد من کن. بله، خودم به خودم بگم به به، بعد افشینم بگه آقا این ویدیو اصلا دروغه. لازم نیست دروغ باشه، آهنگی که کسی دیگه شعرشو گفته، آهنگ کسی دیگه ریتمش رو ملودیش رو اینها رو تنظیم کرده، هر الاغی بتونه اون رو بخونه، از این ورم من برات تنظیم میکنم تو این اکولایزر رو امپلیفایر، اون ور صدای اون بیچاره‌ای که آهنگ بردی کی بوده، دلکش یکی دیگه بوده، نمیدونم اینا رو اصلا حق اونا رو. آقا دوباره اونو بذارید، سه باره بذارید، یا اگه میذارید میخونید بازخوانی میکنید یک آهنگی رو، به اونا کردیت و اعتبار بدید، ازشون تشکر کنید. در صورت آقای اردشیر زک اسگری، اگر شما به جای این دمبل و هالتر و زیبای اندام یکم زیبایی افکار کار میکردی، وقتی یک نفر پابلیک فیگر میشه، یا آقای شاه یا آقای رضا شاه یا نوهشون آقای رضا پهلوی، شما هیچ کاره هستی، شما حق داری خوشت بیاد از اون،
حق داری ازش متنفر باشی، ولی حق نداری مثل سگ نازی آباد به این اون بپری. من حق دارم از همه انتقاد کنم. من دیگه از الان از آقای رئیس جمهور ترامپ که بالاتری نداری، میگم این مردی که دیوانه است، شالاتان، احمق، پدرسوخته است. حال شاد شما طرفدار ترامپ باشی، شما نمیتونی به من تهدید کنی، نمیتونی به من توهین کنی. شما میتونی بری از بالای فیسبوک تا پایین فیسبوک هی بگی ترامپ خوبه، خیلی خوبه، ترامپ خوبه، خیلی خوبه. بعد مردم میگن آقا این دیوونه است. خود ترامپ خانواده‌اش میگن، بعد دوستای قدیمیش میگن بعد کتاب‌ها نوشتن فلان اینها. در اصل اردشیر جان بیا با ما یکم صحبت کن تا یاد بگیری آقا اینقدر زور نزن. آقای غلام ترشیدی، اون سوالی که از شما کردم درباره این که سازمان مجاهدین آیا دستن در کار انتخابات قبلی یا تظاهرات پس از انتخاب قبلی بوده، به اصطلاح درستش اینه. خانم رجوی دیدید که هر وقت یه مرده رو زمینه اینا میرن ببینن اگه یه دندونی داره دندون تلاش بکشن بفروشن. خانم رجوی گفته که ما سال 1388 وقتی تظاهرات شروع شد، اون نمیدونم گروه چچیوام رفت و اینها رو ارگانایز کرد و شعار تظاهرات از رأی من کو تبدیل شد به مرگ بر ولایت فقیه. خب چه کار کردی خانم رجوی؟ خراب کردی تظاهرات خوبی که دنیا نظرشون جلب شده بود که آقا رأی من کو، شما خرابش کردی. حالا بهش افتخار میکنه، ولی خب آقای گلن ترشیدی میگه که من کاری به انتخابات ندارم و برای من خیلی تعجب انگیز بود، نمیدونم چرا. ویدیوی نوجوانی در زمان پهلوی، خانم مستانه شرق، وقتی اینو میشنوید اگه کسی این صدا رو میشناسه که این صدا کی بوده، چون ازشون پرسیدم که این صدای خود شماست، ایشون گفت نه یه نفر اینو برای من فرستاد و چون دیدم خوب و قشنگ و دلنشینه، منم آمدم یه سری عکسای به اصطلاح اون زمان گذشته رو گذاشتم روش و یک ویدیو ساختم، ویدیو رو فیسبوک قرار دادم، ولی چون مال یوتیوب تو برنامه نشون نمیدم. باورتون نمیشه، یوتیوب الان داره چیزای 2014 رو برای من میفرسته، یقمونو میگیره، پولمونو کم میکنه، نمیدونم. یک دیگه گفتم بابا ولمون کن تو. خب اینم از این. و اما اعتراض یک روحانی به تماشا کردن اعدام در ملأ عام، بذارید ببینم این رو فیسبوک برای خود من فرستاده، اگه فرستاده برای شما نشون بدم، و نه متاسفانه نفرستاده. بله نه نفرستاده. ببینیم این آقای منصور چی گفته. آقای منصور، قرار بود شما با ما تماس بگیری، مهمون ما باشی، بیای صحبت کنی، ولی مشکلی که من با این دوستان دارم، میگن بیاین با هم قبلا صحبت کنیم، میخوام ببینیم چی بگیم. آقا من که اگه میخواستم ببینم چی بگیم، که من که شما رو میشناسم، نوشته هاتون رو خوندم، ویدیوهاتون رو دیدم، برنامه داشتم، من میدونم میخوام چی بگیم. من به شما میگم شما بیا برای مردم بگو. شما میخوای یه دور برای من بگی، بعدن دوباره میشه تکراری، من خسته میشم. برنامه های ایرانی رو نگاه کنید، وقتی با یکی مصاحبه میکنن بیشتر وقتا طرف یا داره چرت میزنه یا داره یواش خمیازه میکشه، ولی صورتشو نگه میداره. من دوست دارم وقتی شما میای صحبتایی که میکنی برای من جدید باشه، برای من تازه باشه. چرا هی میگین یه بار بیاین ببینیم میخوایم چی بگیم؟ آقا چی میخوای بگی راجب امور الان، امور چی بهش میگن که الان در حال، اینجا میگن current affair، چیزایی که همین الان بحث روز ایرانه، بحث روز آمریکاست، بحث روز دنیاست. و بیاین برنامه ما خیلی کژوال همینجوری که میبینید، ببینیم روی فیسبوک چی برامون. آقای بابک هروی براش نوشتم حاضری، یادآوری کردم، ایشونم نوشته که بله هستم، عکسایی رو فرستادن. آقای فخرآور یک لباس، یک شلوار چرمی چیزی اگه داری بپوش، آماده باش چون داره میاد. یک معلم قرآن 81 ساله در کاردیف وولز بریتانیا به اتهام آزار جنسی 15 کودک به 13 سال زندان محکوم شده است. محمد حاجی صدیق به مدت 30 سال در مسجد کاردیف یا کاردیف به آموزش قرآن مشغول. یک پریست نمیدونم چندین ساله هم حسابدار بگید کجا این واتیکان
مال استرالیا، اونم به آزار جنسی و استفاده چیز که چی آخه؟ و من چه باید بکنم؟ شما چی کار میتونین بکنین؟ نفرستین بچه هاتون رو اینجا. از روزی که کلیسا میزنه بغلش مهد کودک میذاره، شما بچه تو میبریم اونجا چون 5 دلار ارزون تر از یه جای دیگه هست. بله، فولکس واگن های آلمان آماده ورود به ایران. محمد جواد لاریجانی: در ایران زندانی سیاسی نداریم. اینا رو دوچه وله نوشته و آقای عزیزان هم یک نوشته ای رو فرستاده بود که دوباره فکر کنم همون امپراتوری دروغ اپوزیسیون، نیازمند کمک آمریکا هستیم. اختصاصی به گزارش جنبش مقابله با رسانه‌های بیگانی، امپراتوری دروغ در ماهای پس از روی کار آمدن ترامپ میگه سر اینها هم ول شده، هی میرن اونجا میگن بده در راه خدا. من برای آقای عزیزانم نوشتم بده در راه خدا، بده دیگه. میدونید بعضی گداها زورکی هم دیگه، نمیاد فقط بگه بده در راه خدا، خدا پیرت کنه، نمیدونم پیر بشی فلان، دنبال درا میافتن. بعضی وقتا آدم ترس برش میداره که حالا من اگر به این کمک نکنم این یه وقت یه چیزی نزنه، نمیدونم یه چیزی نریزه رو آدم و الی آخر. آقای رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به ترکیه رفته است تا با مقامات عالی این کشور از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهور دیدار و گفتگو کند. تحولات سوریه و موضوع اختلافات عربستان و چند مشکل دیگه. میدونید که یکی از اونایی که هی میگفت ما باید با این ترکیه بیشتر و بهتر باشیم همین آقایی بود که اخراجش کردن، آقای مایک فلین، جنرالی هم بود، همون کسی بود که اصلا این شروع لاکر اپ برای کلینتون رو اون شروع کرد توی برنامه ها و اینها. و آقای ناصر رحیمی دوست خوبمون، خیلی وقت بود من شما رو ندیده بودم تو برنامه های زنده، ممنون متشکرم که آمدید و اگر لطف کنید برنامه های ما رو با دوستانتون رو شیر کنید بیشتر ممنون میشیم. و اما صحبت از کلینتون و ترامپ شد، برای من خیلی جالبه. یه دوستی داریم خیلی آدم واقع بینیه، خیلی آدم سوشالیسم. دوستان این اصلا لازم نیست شما پیرو یه مکتبی باشید. سوسیالیسم یعنی شما هرچی بر خود میپسندی بر دیگران هم بپسند. مثلا داریم اون چی بر خود نمیپسندی به دیگران نپسند و اینا، اینا همه شعرش هم داریم. و این دوستمون یه چیزایی می‌نویسه، من اون روز دیگه بهش گفتم ای کاش اینجوری که شما میبینی درست باشه، چون من هرچی نگاه میکنم جور دیگه میبینم. مثلا ایشون میگه چقدر خوب شد ترامپ آمد، حالا دیگه همه دنیا میدونن ایران آمریکا چه گندیه. میگم میدونید مثل چیه؟ مثل این که من برم چیزای تو توالت رو بردارم برزم تو خیابون، بگم چقدر خوب شد، حالا دیگه مردم میدونن تو توالت چیه. خب مردم چه کار کنن؟ ماشیناشون میاد بی تو نمیدونم فاضلاب با تو کثافت رد میشه، مردم بیچاره چی کار میتونن بکنن؟ ایشون در رابطه با تظاهرات این گروه 20 نوشته بود که چقدر خوب شد ترامپ اومد، اون موقع کی میتونست تظاهر کنه؟ میگم خانم این حرفا چیه؟ من زمان اوباما میرفتم تو واشنگتن، این اسبهای 8 فوتی با پلیسای 6 فوت نشسته روش، البته چون پاش بود 4 فوت اونجا و 8 فوت 12 فوت ارتفاع می اومد رو مردم. IMF یا World Bank اگر اینجا جلسه داشتن اینها می اومدن خیابونا رو میبستن، از چند روزش کپر و چادر و بیرق میزدن. و آخه بابا انصاف داشته باشی، حالا دیگه چرا خبرها رو کذب میکنید؟ دیگه خبرها که موجوده رو اینترنت، برید بزنید زبان اوباما چقدر تظاهرات راهپیمایی، همین توی نمیدونم گروه 8، گروه 6، گروه 5، گروه 4، گروه 20، که حالا گروه 20 هم با وجود آقای ترامپ شد گروه 19 به اضافه 1. چرا؟ هیچ کس این احمق رو نمیخواد، همه را گذاشتنش کنار. برید ببینید توی یکی از همین جلسات همینجوری داره راه میره، هیچ کس باهاش صحبت نمیکنه، بعد میره میگرده یه جایی یه خانم نسبتاً جوان نشسته میخواد بره بشینه بغل اون. و الان انقدر مغزش پر شده از این مشکلات، چون این فکر کرد مثل بیزنس باباشه، میاد اینجا زور میگه، پول اینو میخوره، پول اونو میخوره. الان این مغز خالیش انقدر پر شده از این مشکلات، از هواپیما میاد بیرون، ماشین خودش به این بزرگی رو نمیبینه، همینجوری راه میفته میره اون ور. بعد به مردم میگه ماشین من کو؟ مردم میگه آقا ماشینت اونجاست. کسی که ماشینی به این بزرگی رو جلوش نمیبینه، مشکلات من و شما رو میبینه و میخواد حل کنه. آخه من نمیدونم. بعد شما میگی چقدر خوب شد این اومد، مردم فهمیدن آمریکا. خب حالا که فهمیدن مردم چی کار میکنن؟
یعنی تو امروز مردم احمق بودن نمیدونستن که آمریکا چند تا کودتا کرده، آمریکا چند تا کشور رو نابود کرده، آمریکا اگر جنگ نباشه وضع اقتصادیش داغونه. یعنی شما میگید مردم تا امروز نمیفهمیدن، احتیاج داشتن به یه احمقی تا بیاد؟ این چه حرفی آخه شما میزنید؟ و بعد این چی میگه؟ کجا میخواد بره؟ همین دیروز و امروز گندش بالا اومد که پسرشو و دامادشونو، اون کسی که مسئول تبلیغاتشون بوده، رفتن با یک خانم وکیل جوانی که اصلا هر روز رابطه داره با کرملین، نشستن جون، یعنی یک سال پیش تو همون دوره انتخابات و اینها نشستن با این خانم صحبت کردن. اول پسره گفت ما اصلا با این صحبت نکردیم، بعدن گفت آهان اونو میگی باش صحبت کردیم راجع به بچه های بی سرپرست روسی که بیاریم اینجا به اصطلاح از یتیم خونه ها مردم اینا رو اداپت کردن به سرپرستی قبول کنن، به اصطلاح به ایرانی نمیدونم چی میگن، اینجا میگن اداپشن. بعد دروغ گفته، حالا اون وکیله و اون بوده، بالاخره اینا کنترل میشه این ور اونور، گندش بالا اومده که اون وکیله به اینا گفته که بیان این میتینگ، من تو این میتینگ بهتون یه چیزایی میدم، اینجا بهش میگن درت، درت یعنی گل و شل و کثافت، کلا پرت کنید به طرف کلینتون. خب این درست نیست، کسی که این کارا رو میکنه این اصلا توی کار انتخابات. بعدم دیدید که رفت اونجا، این میگه که بله قبول دارم روسیه دخالت کرده، بعد رفته اون تو 2 ساعت خصوصی صحبت کردن، دوباره نگذاشتن کسی فیلم بگیره، نگذاشتن کسی صداشونو ببینه. حالا تا یه روزی بعدن روسیه یا یک کشور دیگه مخفیانه ضبط کرده باشه ازشون باج سیویل بگیره. بعد اومد بیرون گفت که حالا هرچی بوده دیگه بریم دنبال کارمون دیگه، روسیه رو کنار بذاریم بریم مشکلات آمریکا رو پخش کنیم، به اصطلاح بهش برسیم. دروغ میگه کسی که از صبح تا از دروغ میگه، از صبح تا شب دروغ میگه. باز برگردیم به این آقا رضا، آقای امید صدیقی، آقا اینا همه دروغگو بودن. کسی که اون شاه بود به خاطر بیسوادی، کمسوادی، نادانی مجبور شده بود نقش بازی کنه، نقش بازی کنه. شما چند تا هنرپیشه تا حالا دیدید تو فیلم ها نقش پادشاه بازی میکنن؟ نقشای خوبی هم بازی میکنن، ولی وقتی میرسه به روزی که باید عمل کنن مثل یک پادشاه، نمیتونن، از عهده‌شون بر نمیاد. من پریشب یه جای مهمونی بودم و دوستان میگفتن که نه آقا، آقای شاه رفت که خون از دماغ کسی نیاد. گفتم این حرفا چیه؟ اگه اینقدر دل رحیم بود باید میگم من نمیتونم شاه باشم، من میخوام برم تو بیمارستان تو قسمت خدمات بهداری و اینها کار کنم. ترسو بود، نتونست. و بعدم حالا آقای ترامپ و آقای چیزم تو این G20 گفتن او حالا این بشار اسد هم بالاخره سوریه رو آتیش بس بدیم، مثل اینکه اگه اینم عوض کنیم میشه مثل عراق و مثل لیبی و مثل افغانستان و اینها، ولشون کنیم فعلا، بذاریم این دیکتاتورها هر کار دلشون میخواد به سر مملکت خودشون بیارن. صدها هزار کشته رو دست این آقای بشار اسده، ولی اون موقع فقط روسیه و ایران و اینها از حمایت میکردن، حالا آقای آمریکا هم از حمایت میکنه. این کجاش به نفع من و شماست من نمیدونم، ولی این دوستون میگه چقدر خوب شد ترامپ اومد، چقدر خوب شد الان که ترامپ اومده مردم میتونن اعتراض کنن. خانم مردمی که اعتراض میکنن بعد چپ کجا میرن؟ به جای خونه خودشون میرن تو قصر میخوابن؟ نه، برمیگرده خونه میبینه که نامه اومده، خونش هم میخوان از بگیرن. برمیگرده خونه میبینه ماشینش که پارک بوده جلو، ماشینشو برشتن برده چون قسط نداده. برمیگردن خونه میبینه بیمهشو از دست داده. برمیگرده خونه میبینه آب، برق، گاز، گوزشو قطع کردن. حالا گوز که دیگه میتونه بره یه جایی، نمیدونه تو سر خودش هر کاری میخواد کنه. و دوستان عزیز، ساعت 2:43 دقیقه است. بذارید قبل از اینکه وقت کم بیاریم بریم بشینیم پای صحبت های این دوستمون و قسمت 10 گفتار عقل بشر رو با هم بشنویم. لطف کنید اگر نظری دارید راجع به این دوستمون، یا از طریق فیسبوک، یا از طریق پیام، یا پیام تلفنی. شماره تلفن الان بهتون بگم، اینجا پلیر 5 و افکت 5 میبینید، 202-695-2573. شما با این تلفن هم میتونید پیام بذارید، هم میتونید تکست ارسال کنید. ایمیل داریم، فیسبوک داریم، چیزی که نداریم همت و دیگه نمیخوام بگیم غیرت شماست، همت شماست و حمایت شما، اونم انجام بدید تا بتونیم با هم بیشتر صحبت کنیم.
درباره این گفتار عقل بشر با هم بشنویم. ولی بذارید من اول این رو بیارم اینجا، پلیر 5 براتون راه بندازم. این هم پلی، این هم پلیر 5. دوستان این دستگاهه کار 14-15 نفر رو انجام میده. میبینید که من با یک به اصطلاح کلیک ماوس مثلا این ویدیو رو الان کشیدم آوردم اینجا، صدای مردم در تلویزیون مردم، نظر خود را با دیگران در میان بگذارید. این شماره تلفن هم به زودی قطع میشه، 703-950-6150. دیدیم دیگه خیلی شماره تلفن اینا داریم فایده نداره. این دوستمون نوشته هدف سیاست مداران دروغوی فریبکار فقط فرستادن مسلمانان به اروپا بود. دست فطرت های سیاست پست فطرت های نوشته دست پس فطرت های سیاست مداره دروغگو. اینم از این بشنویم. درود بر شما، با آرزوی برخورد با نیکوترین در همه وقت، دهمین گفتار عقل بشر را خدمتتان تقدیم می کنم. در گفتارهای پیش بارها اشاره به مغز انسان شد که مانند کامپیوتر نو خالی است و برنامه ها که راه و روش فکر و کردار مغز و رفتار و گفتار را مشخص می کنند توسط خانواده و آموزش و اجتماع در آن ذخیره می شوند. اما این مغز انسان از مغز دستگاه های نوین امروز یک تفاوت بسیار مهم دارد. این تفاوت و یا اضافه وجود احساسات است. کامپیوتر احساس های موجودات زنده را ندارد، هرگز گرسنه و یا تشنه نمی شود. با تغییر هوا، جا و کارفرما تفاوتی در فعالیتش ایجاد نمی گردد. هر وقت هم عیبی پیدا کرد و یا نیازش به انرژی بالا رفت از کار می ایستد. انسان با داشتن احساسات گوناگون که با معیارهای مختلف در مغز وارد شده، بنابر علت جا و زمان عکس العمل مختلف و متفاوت از خود نشان می دهد. بدین ترتیب هنگام وقوع یک مسئله در دو جا و دو زمان مختلف انسان عکس العملی مغایر دارد و یکسان روش و یا طرح و یا فعل و یا عکس العمل ازش سر نمیزند. در حالی که یک کامپیوتر برای صاحبش هر که باشد یک طور کار میکند، این بشر در برابر هر انسانی دیگر تغییر رفتار و عکس العمل مختلف از خود نشان میدهد. در علم اجتماع نوین این را نقش نامیدن و بر عبارت وصف یونانی قدیم افزودن که متن مدرن کاملش این است: انسان آفریده اجتماعی است و در نقش‌های گوناگون رفتار می‌کند. این انسان اگر گرسنه و نیازمند باشد به موجودی بسیار ضعیف و آرام و یا برعکس خشن و وحشی تغییر می‌یابد. اگر به او فشار وارد سازند یا خم و یا منفجر می‌شود، یا فعالیتی بین این دو احتمال زد و نقیض از خود بروز می دهد. این عدم ثابت بودن عکس العمل در برابر نیازها در انسان بنابر معیارهای اجتماعی و فرهنگی انباشته شده در مغزش و امکانات و جا و زمان از یک فرد به شکلی متفاوت سر می زند. حکمرانان یا چوپانان ما بره‌ها در طول تاریخ با داستان حقیقت انسان از این حالت سوء استفاده کامل کردند. با استفاده از دانش چگونگی تسلط بر گله بشری بیشترین استفاده ها را کردند. مثلا یک سیاستمدار انگلیسی در اوایل قرن 20 به همکارانش توصیه کرد برای تسلط بر عرب ها آنان را سیر کنید، برای تسلط بر ایرانیان آنان را گرسنه نگه دارید. البته این دستور کار سیاستمدار شامل همه عرب ها نمیتواند باشد. مقصودش از عرب ها مردم شبه جزیره عرب و صحرا بود، زیرا ساکنین آنجا در فضای گرم و طبیعتی خشن با نیازهای محدود میزیستند. وقتی شکمشان و زیر شکمشان سیر میبود دیگر حرکتی نمیکردند. در طی قرنها در طرز زندگی و روششان تغییری ایجاد نشد و تمدنی را نکاشته و به پیشرفت و بهزیستی و به پیشرفت و بهزیستی انسان چیزی نفزودند. اما عرب‌های شام و مصر شبیه ایرانیان هستند. کسانی که با مردم داخل ایران سرکار دارند هر کدام برای معامله با مردم هر منطقه‌ای
روش به خصوصی دارند و همان رفتار را که در تهران با مردم انجام می‌دهند در دیگر مناطق و دور دست به کار نمی‌گیرند. جالب این است که بدون فکر و در اثر تجربه این تغییر در رفتار ناخودآگاه انجام می‌شود. و برای شخص با تجربه فعالیتی است معمولی که ناخودآگاه سر می‌زند. به همین علت انسان در برابر یک مسئله در یک وقت دو رأی گوناگون صادر می کند و متوجه این دوگانگی مغز خود هم نمی شود. دوستی تعریف کرد که از پدرش پرسید آیا فلانی را می شناسی؟ پدر جواب مثبت داد. پسر سوال کرد او را چگونه یافته اید؟ پدر گفت بسیار با ایمان، فعال، درستکار، قابل اطمینان، فهمیده و خودساخته است. پسر به پدر گفت این فلانی می خواهد برای خواستگاری خواهرش بیاید. پدر فوراً پرخاش نمود و فریاد زد بره گم شه، این کیه؟ این طور و اون طور و یک مش عیب برش تراشید. این عکس العمل احساسات تأثیر گذار بر مغز انسان را نشان می‌دهد که ما برای مسائلی مربوط به خودمان حکمی دیگر و مخالف با حکم برای دیگران صادر می‌کنیم. به همین صورت برای یک جراح دشوار است که بر روی یکی از نزدیکانش عمل جراحی کند. همینطور قاضی نسبت به فرزندش اگر بیگناهش نکند حکم بسیار ساده صادر می کند. ورود احساسات انسانی به مغز و فعالیت خارج از اراده انسان سبب شده که یک نوع نابسامانی، بی‌عدالتی و ناانصافی در اجتماع بشری به وجود آید. این عکس العمل احساسات تأثیرگذار بر مغز انسان را نشان می دهد که ما برای مسائل مربوط به خودمان حکمی دیگر و مخالف با حکم برای دیگران صادر می کنیم. گویند آخوندی مغرب روز عاشورا بر منبر مردم را دعوت به خاموش کردن چراغ‌ها کرد تا با حضرت فاطمه در عزای شهادت پسرش امام حسین در شام غریبان شریک باشند. وقتی به خانه بازگشت چراغ‌ها را خاموش دید. از زن علت را پرسید. زن گفته آخوند بر روی منبر را یادآوری کرد. شوهر گفت این برای مردم بود، چراغ را روشن کن تا خوراک نظری را که آورده اند ببینم و با حال بخورم. تمام حکمرانان در تمام دوران تاریخ از اجرا شدن قانون در حقشان معاف بودند. این وضع موجب شده که آنان ظلم کرده و عذاب وجدان را حس نکنند. هنگامی که سرشان به سنگ خورد و اوضاع را معکوس و مخالف تصور دیدند، با تعجب جویای علت شده و خود را بیگناه دانستند. تصمیم‌های غلط و ناهنجاری‌هایشان را مردم توان می‌دهند. به همین علت سقوط یک حکمران برای بعدی درسی نبوده و نخواهد بود. غلبه احساسات بر مغز خارج از اراده انسان یکی از موجبات سقوط حکمران و رژیم است. معافیت از تعقیب قانونی حکمرانان به نادرکی و دوری آنان از اوضاع مردم می رواند و جنایتکارشان به بار می آورد. در زبان عربی شعری به این ترجمه است: قتل یک فرد در جنگلی دور گناهی غیر قابل بخشش است. کشتار یک ملت مسئله ایست که می شود دربارش اظهار نظر کرد. اگر با انصاف به رفتار خود بیندیشیم در میابیم برای هر فردی بنابر نزدیکی و دوریش و مقام و ثروتش معیار مخصوص به خودش را قائل هستیم. خلافی را که برای یک نفر گناه می شمریم برای دیگری صفت خوب می دانیم. جهت افتخار ملی و اعتبار دادن به اصل خیش بزرگترین قاتلین تاریخمون را قهرمانان می خوانیم. همینطور شخصیت‌های دینی از امتیاز معنوی مردم برخوردار می‌شوند. اشتباه‌ها و گناه‌هایشان مشق و عبرت و مایه پیروی نسل‌های بعدی هم نشده است. جدا کردن و یا فاصله نهادن میان اندیشه و تصمیم صحیح خارج از نفوذ احساسات در اصول اجتماعی نوین غیر ممکن ثبت شده. بدین معنی که نمی‌توانم با آنچه بخشی از احساسات انباشته درونیم را شکل داده هنگام اظهار نظر، تصمیم و رفتار با یک خودی کرداری مساوی با یک غریب را داشته باشم. حکمرانان و سلطه طلبان از این احساسات انسانها که بر مغز غلبه می کند استفاده کرده و آنان را گلوار می چرخانند و می چرانند. مسائل را بنا به مقتضیات روز خوب یا بد و یا برعکس به خور مردم میدهند. خوانده ایم و دیده ایم که یک سخنگو، سیاستمدار و یا ملا با گفتن چند کلمه چگونه احساسات مردم را برانگیخته و آنان را به خیابانها
و جان مخالفینش انداخته و هدفهای سیاسی و آزهای شخصیش را برآورده. رهبران با تحریک احساسات مریدان و پیروان امکان اندیشیدن ناچیزشان را متوقف می کنند. تا حال این روش و سیستم در پیشرفته ترین و دموکراسی ترین کشورهای دنیا اجرا می شود. انسان به طور عموم ترجیح می دهد که بر روار بدون زحمت و بدون زحمت اندیشیدن عمل کند. این حقیقت را در صنعت به کار می گیرند و کارگران را به تکرار یک فقره کار وامی دارند که نیازی به مغز و فکریدن نداشته باشند. در برابر این حقیقت حکمرانان سلطه‌گر که از آسایش برخوردارند در آغاز فرماندهی به وضع مغزی و احساسات مردم آشنا هستند، زیرا در میانشان بوده و با هوشمندی وسیله استفاده از اوضاع را خود فراگیری کردند. اما با چرخش روز و شب و دوری از مردم و بی‌حوصلگی از شنیدن گفتار ناملایم و خودبینی که توسط اطرافیان در آنان دمیده می شود، به تدریج از درک واقعیت دور می شود. با گذشت زمان و پیشرفت روزانه مردم تغییر اندیشیدنشان میان حکمران و ملت جدایی می افتد. در بحثی که همین اواخر منتشر شد به این نتیجه رسیدن در کشورهایی که دولتهایش با استناد به اصول اسلام حکم می کنند، تعداد ملحدین یعنی انکار کنندگان وجود خداوند افزایش روزانه دارد. علت این تغییر روش و دوری از دین افراد نتیجه تجربه ستم حکمرانان است که تمام مقررات بی انصافی خود را به اسلام رفت می دهند. با ادعا به اجرای دستورهای خداوند انواع ظلم و بی عدالتی را در تمام رفتار بر مردم وارد می سازد. به سادگی در آرشیف هزار و اندی سال حدیث، روایت و یا آیه حق به جانبی می آوند، تفسیر کرده و یا می سازند تا رفتار خود را توجیه کنند. آیا به یاد دارید که در اوایل انقلاب در ایران بعد از اعدام بیانیه صادر می شد که در آغازش می گفتند به نام خدا قاسم جباری. این قاسم با صاد و نه سین نوشته می شود. در عربی معنیش شکستن و یا دونیم کردن یک چیز است. در این بیانیه کمر شکستن را معنی می داد. این نام و نسبتش به خدا در هیچ زمان و مکانی قبلا شنیده و یا نوشته نشده بود. یک عبارت ساخت ملای شاهنما بود. این ضد و نقیض در گفتار و کردار که مردم تجربه می کنند موجب این تغییر عقیده و ضدیت با رژیم می شود و به سوی مخالفت گرایی می رود. این وضع نتیجه تصور جاویدان صحیح و بی عیب بودن، برتر دانستن خیش و آرامش خواهی حکمران در مقابل جنب و جوش مردم به هدف تغییر و بهبودی است. انسان این تغییر در احساسات و غلبهش بر فکر و منطق خود را تشخیص نمی دهد و اگر فهمید تغییر را تحلیل و در حق دار بودن خیش تفسیر می کند. مثلا عاشق می شود و بعد از مدتی متنفر، دوست می شود و سپس دشمن. در همه حالتها خود را حق دار می داند. فعالیت مغز و عدم درک فرد به قدرت نداشتن بر آن و در همان وقت تصور عقل کل بودن واقعیتی است که در دوران تاریخ انسان و در حالت فرد و گروه و ملت تکرار شده. در حالت حکمرانان سبب سقوط و بلاگیری می شود. در حالت افراد مصیبت شخصی است و چون ذره پس از قربانی گشتن جایی در تاریخ ندارند. در درس تاریخ به ما یاد می دهند که فلان پادشاه با جنگ آن سرزمین را جزء مملکت خود کرد. این دزدی و چپاول دیگر مردمان را پیروزی و افتخار ملی در احساساتمان می کارند. درباره زجر کشیدن و دردهای مردم بیگناه و چه به سرشان آمده به ما چیزی نمی آموزند. نادان مغز می روییم و هر وقت سلطه‌گر خواست احساساتمان آماده رقص با سازش است. وقتی فهمیدیم و شوریدیم حکمران جدید در همان طویله نگهمان می‌دارد. چوپان تغییر می‌کند و ما بره می‌مانیم. امیدوارم بپذیرید که خارج شدن از سیستم بره و چوپان در سیستم انسان بر روی این کره امکان پذیر نیست. تا گفتار سرد درد آور دیگری با شما خداحافظی کرده،
شادی و تندرستی همه را آرزومندم. ممنون از این دوستمون. حالا به نظر شما این گفتارها سر آدم رو به درد میاره چون بی خوده، یا سر آدم رو به درد میاره چون به فکر وامی داره؟ میگه ما نادان مغز میرویم آماده رقص برای دیکتاتور بعدی که هر جوری گفت ما به ساز اون برقصیم، خوشحال از پیروزی ها و از کشورگشایی ها، ولی نمیدونیم که اون بیچاره هایی که اینها رفتن کشورهاشون رو فتح کردن، کشته دادن، چه حال و روزی دارن، چون تاریخ رو همیشه اونایی که پیروز بودن و پول دادن به تاریخ نویس نوشتن. و دوستان عزیزی که طرفدار پادشاهی هستن، من همیشه گفتم باز هم میگم، خوشحال میشم که شما بیاین اقلا دیگه بابا نشون بدید 57 سال در دورش پدر شاه و شاه به مردم فوش دادید اونجوری شد، حالا 38 سال 39 سال گذشته به مردم نشون بدید که یا اون خوب بوده یا بگید که ما آدم شدیم، بیاین صحبت کنید. فوش دادن، توهین کردن فایده ای نداره. و من بادی چی میگم، بیدی نیستم که به این بادا بلرزم. حالا شما بادی در دادم اون آهنگ رو بخونید، یادی بردی از یادم. بریم سراغ بابک هروی. بابک عکس‌هایی رو فرستاده که اونها رو هم هر وقت که خواست و گفت من بهتون نشون میدم. این رو هم من ببندم که یه وقت دستم نخوره بهش، بریزیم آب همه جا. بابک قرار شد دیگه نه ریش بذاری نه سیبیل بذاری. دوستان عزیز، با آقای بابک هروی هستیم. فیسبوک ایشون و همین اسم ساده و خوب، هم بابک هم هروی موجود هست. من عکس فیسبوکشون هم نشون میدم و شما هم با ایشون در تماس باشید. خیلی هم ریسپانسیو، پاسخگو، سر تکون میده. حالا چون این بعضی‌ها خوبه بعضی‌ها بده، اونایی که میخوان یه چیزی بگن و در برن بده، ولی اونایی که میخوان یه بحث رو شروع کنن و نتیجه ازش بگیرن خوبه. بابک عزیز، امروز قرار است شما درباره آقای امیرعباس فخرآور صحبت کنید. این شما و این هم بینندگان شنوندگان تلویزیون مردم در سرتاسر جهان، هر وقت خواستی بگو کدام یک از عکس‌ها رو من نشون میدم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. با درود شما هستی، صدا شبون نداری برمیگرده. حالا چی صدا عالیه، باور کن اگه من خوب هم بفرم. شما دیلی داری نداری برای بسیار دارمی و بریم تو کجا میگرسه. روی خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز مرکز تیوی اصلا یه بابک عوی هستم در خدمت شما امروز در مورد آقای امیرعباس فخرآور ننگ‌آور و حالا هر چیزی که اسمشو میزنه. آقای صبحی، من اینجا یه دهزه مرکزه بدیم، من مثل یک گرفتاری آدو دارم. شما اگه میکروفون به اصلا اسپیکر دو داشت کم کنید موقع صحبت کنید، این فیدبک قطع میشه. این کم هست اوکی. و حالا بعدم جدید بسا شما تا من داری شدا عالی بسیار نصف خود من فهم گرد میخواید زبین من یه بار شما دیدم تماس بگیر دوباره ببخشید. دوستان عزیز، بعد وقتا با اسکایپ این اشکال پیش میاد و اسکایپ یه سیستمی داره که خودش قرار هست صدا فیدبک نشه، ولی با همه اسپیکرها و اینها کار نمیکنه. فکر کنم مخصوصا با آیفون این اشکال، با آیپد این اشکال پیش میاد. حالا ببینیم که آقای هروی با ما که تماس میگیرن این مشکل برطرف شده باشه یا نه. من به دوستان هم میگم معمولا که به اصطلاح چیز کنن، تمام وسایل رو از اینترنت قطع کنن، چون بعضی وقتا نمیدونیم یه چیزی اون پشت مشتا داره کار میکنه. آقای هروی صحبت کنید ببینیم بهتر شد. بسیار عالی شد. بله بسیار بله. عالی شد. دارن همه چیز درست. خب خوبیش به این که خود شما کارشناس این ماجرا هستی، خدا از سرتون بگین بگذره نگذره، که نگذره. ما رو به این کامپیوتر انداختید، چه قولا چه وعده و وعیدها دادید، گفتید این کامپیوتر که بیاد زندگیتون انقدر خوب میشه. عجب زندگی ما قرار این بوده های صحبی. خب بفرمایید، ما در خدمت. عرض کنم که باسه عزیزم، مسئله ما امروز اولا 18 تیر هست و کوی دانشگاه،
اتفاقی که در زمان خاتمی افتاد و تعداد زیادی از دانشجویان ما دستگیر شدن، شکنجه شدن و به قتل رسیدن به وسیله رژیم جمهوری اسلام. و یکی از اینها هم که در این بین سر از این مرداب در آورد همین امیرعباس فخرآور هست. اول این مطلب رو میخوام برای بینندگان عزیزمون توضیح بدم که مسئله من نه با فخرآور نه با هیچ کدام دیگر این اشخاص شخصی نیست. نه اینها رو از نزدیک دیدم، نه تمایلی به دیدنشون دارم، ولی مسئله من اینجاست که جمهوری اسلامی سال هاست سعی کرده که یه اپوزیسیون کاذبی رو در خارج به وجود بیاره و بارها و بارها و بارها از اکبر گنجی تا فرض بفرمایید خیلی های دیگه که همین باطبی توش باشه، فخرآور توش باشه و خیلی های دیگه، اینها تمام دنباله همون جریان هستن متاسفانه. و این جریانی است که در خارج حداقل نگذاشته تا امروز کسانی که ایران دوست هستن بتونن به هیچ گونه و هیچ صورت دور هم جمع بشن. میریم سر آقای فخرآور ببینیم ایشان کیست. ایشان خب کودکی رو سال متولد سال 1354 به گفته خودش و در تهران حالا بزرگ شده، به اونا کار نداریم. پدرش افسر نیروی هوایی بوده، افسرهای زمینی نه، که افسرهای پروازی خلبان اینها نه. و یه دفعه ایشون میاد اسمش سر زندان رفتن به سر زبون ها میفته. ایشان دانشجوی کارشناسی اتاق عمل در دانشگاه ارومیه بودن که خودشون البته جسته و گریخته، هیچ وقت با مدرک نه، جسته و گریخته گفتن که من دانشجوی پزشکی بودم، که خب طبق گفته همبندی هاییشون، طبق گفته خیلی از اشخاص دیگه و چون خودشون هم سندی نداشتن که ارائه کنن، ایشون دانشجوی کارشناسی اتاق عمل بودن و با پزشکی رابطه نداشتن. ایشون در ارومیه دو فقره مسئله اخلاقی پیدا میکنن در دانشگاه ارومیه با دو تا از خانمایی که اونجا بودن، و هم به خاطر اون مطلب و هم به خاطر اینکه بعدن برای خرید و فروش و به قول معروف کندکاب عتیقه ایشون رو میگیرن، ایشون زندان میرن. الان سندش هست خدمتون عرض میکنم، ما اینجا بی سند با هیچ کس صحبت نداریم. ایشون موقع که زندان میره خب بازجوها استعداد رو میبینن، کارشون اینه، وزارت اطلاعات میبینه یه آدم شارلاتانی از در اومده تو، سه تا زن رو به راحتی گول زده، عتیقه هم داره میخره میپوشه در سنین جوانی، میگن خب این بشر استعداد داره، این استعداد کشف میشه. سندی رو ارائه کردم اگر آقای صوبی محبت کنن، مال وزارت اطلاعات هست که بازجوییشون یا مأمور پرونده ایشون معاونت قضایی ورداشته به دادگاه نامه نوشته. نوشته احتراما پیرو درخواست پیگیری معاونت محترم اداره کل سوم واجا جمع وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تاریخ 25 مرداد 1383 و ابلاغ دستور فوق محرمانه دادستان محترم کل کشور مبنی بر عفو کامل باقی مانده حبس تعزیری حکم آقای فخرآور مبنی بر اقدام به خرید و فروش عتیقجات ممنوعه زیرخاکی و حفاری غیر مجاز و دو فقره محکومیت دیگر، که اون دو فقره که عرض کردم، اینا آمدن و از میگه که در حکم ساده و رد مال شاکیان و خصوصی آقای امیرعباس فخرآور فرزند محمد باقر متولد 15 تیر 1354 تهران بدین وسیله تقاضا میکرد حسب بر نیاز فوری، حالا این نیاز فوری چیه عرض میکنم خدمت، و ضرورت اجرای برنامه‌های تدوین شده اداره سوم واجا که همون وزارت اطلاعات باشه برای نامبرده، چه برنامه‌ای داره وزارت اطلاعات برای نامبرده، همان گونه که این حقیر شفاهن مقدورات رو گفتم، حالا به هر صورت دنباله نامه، این نامه رو من برای آقای صوری فرستادم، تصویرش رو دارن،
هر وقت هم خواستن محبت کنن میتونن محبت کنن روی سایت مردم تیوی بگذارن. الان روی اسکرین هست کاملا. بله نه کلا برای استفاده بعد. بله اونا رو هم میتونیم اون پایین به صورت عکسش بعدا بذاریم. بله ضرر نداره. این بالاخره سندی است که از خود جمهوری اسلامی درس کرد و این سند رو هم آقای سروبی من یه ذره به قول معروف چک کردم با دیگران، کسایی که حالا یه مقدار از اسناد جمهوری اسلامی سر در میارن بیشتر از من، و در اصل بودنش کسی شکی. برنامه به این صورته که پروژه آقای، یعنی پروژه کلن آقایون گنجی، باطبی، فخرآور، سنجری، سیگارچی، اینها در وزارت اطلاعات به عنوان پروژه ممل امریکایی معروف، و پروژه آقای فخرآور ممل امریکایی سه، چون شماره سه. برای این که این استعداد کشف شده رو اینها بیان و پرورش بدن، خب تو اربین که نمیتونستن بفرستن، مدرک دیگری روشون اومده گفته که قاضی گفته منو باید بفرستید به زندان قصر بند یک. خب از قاضی از این کارا نمیکنه تو ایران، یعنی دروغ پس دروغ پس دروغ. و ایشان رو آوردن در زندان بغل ور دل باطبی گذاشتن، کتاب نویسش کردن، کسی رو که امروز به درستی نمیتونه فارسی رو نه صحبت کنه نه بنویسه. کتابش رو در امریکا به چاپ رسوندن وقتی که خودش مثلا در ایران در زندان بود. نمیدونم ما شناختمون از زندانهای ولی فقیه چیست. در دهه 60 هر کس که توی اون زندان رفت کشتنش. اونایی هم که معدود آزاد شدن چنان پریش بودن که واقعا یه اثری از آثارشون در دست است. در دهه 70 هر آن کس رو که خواستند و باز کشتن، فقط خودی‌ها رو اینا آزاد کردن. تازه آزادم اگه دقت کنیم نکردن، چون وزارت اطلاعات میدونست که اگر بیاد فخرآور نامی رو آزاد کنه، این دیگه از نظر امنیتی و به قول معروف پابلیسیتی یا حالا شهرت در خارج اون محبوبیت رو کس نخواهد کرد تا اینکه یک زندانی فراری از سیاه‌چال ولی فقیه. پس می اومدن اینها رو خودشون بخواست از زندان آزاد میکردن تحت عنوان مرخصی. انگاری مثلا آقای فخرآور خدمت سربازی رفته در زندان و بهشون مرخصی میدن، میان بیرون حالا سیغه کنن هر خاکی به سرشون میریزن و بعدی هم دوباره به زندان. و ایشان هم، یعنی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم، انقدر گاگوره که نمیدونه اینی که اومده بیرون مرخصی خب امکان داره در بره. و اینها هم یکی پس از دیگری از یک مسیر از ایران خارج شدن، به جز البته آقای فخرآور. این اصلا دیگه واقعا وقیح ترین بخش مطلب. مدارک خروج آقای فخرآور رو گذاشتم من، اگر محبت کنید این بخشم دیدنیه. الان دارم نشون میدم. بله ممنونم. ایشون ادعا میکنن که از ایران با پاسپورت قانونی از فرودگاه امام خارج شدن. نمیدونم، همیشه میگن که دروغ هرچی بزرگتر باشه باور کردنی ساده تره، و این البته بخش از این مطلب هم درسته، اما مسئله اینجاست که اون کسانی که این دروغ رو باور نمی کنند رو چه خواهیم کرد؟ اینجا همیشه گرفتاری ها ایجاد میشه. گفتم مسئله من با آقای فخرآور و فخرآورها شخصی نیست. مسئله من اینجاست که اولا اینا دارن پوش و شعور ایرانی رو زیر سوال میبرن، بعد هم با این مطلب میخوام به اهداف خودشون برسن. شما به این مدرک که نگاه کنید میبینید که پاسپورتشون اصله، یعنی اداره گذرنامه برایشون صادر کرده. حالا ایشون میگه پول دادم گرفتم، نه آقای فخرآور دروغ دارن میگن، چون اداره گذرنامه ایران در دهه 70 امکان نداشت به هیچ عنوان شما پول رو برید توش گذرنامه بگیرید. آقای هروی در... شما کم لطفی میکنید، خب همه پول میدن پاسپورت میگیرن بابت با... بله همه پول میدن پاسپورت میگیرن، شما تو همین آمریکا هم باید پول بدید تا پاسپورت بگیرید. بله کاملا هم با شما البته بله من شوخی کردم، اونجوری که اونا میگن یعنی ما رفتیم یه کسی رو دیدیم و اون شخص هم جونش رو به خطر انداخت، از ما پولی گرفت و این سند رو داد، منظور رشوه بله. دادیم و پاسپورت گرفتیم. بله. ببینید این فخرآور این رو داره میگه. ممنونم از این که من رو تصحیح کردیم.
و اینکه فارسی منم بالاخره یه ذره زنگ زده آقای سوری بعد 40 سال و اینکه این فخرآور این مطلب رو یاد میبره که خب حالا من حتی فرض کنم شما رشوه دادی و این پاسپورت رو گرفتی، شما چگونه از فرودگاه خارج شدی؟ موقعی که شما از فرودگاه از ایران میخوای خارجی، جا به جا حالا نخست وزیری هست، سازمان اطلاعات هست، وزارت اطلاعات هست، شهربانی نیروی انتظامی هست و اینا جا به جا شما چگونه. این از این شما اومدی ببینید اینجا گرفتاری ها شروع میشه. شما اومدی رفتی با پاسپورت جعلی به قول خودت، چرا؟ چون ایشون میگه من رشوه دادم پاسپورت خریدم، یعنی این پاسپورت پاسپورت اصل نیست، پاسپورت جعلیه. شما رفتی با پاسپورت جعلی از سفارت آمریکا ویزا گرفتی، فاطمه صلوات، شما همینجا مرتکب جرم شدی. شما به دولت آمریکا دروغ گفتی با پاسپورت دروغین که پاسپورت که ویزای کشور رو توجه دارید. یعنی موقعی که شرم و حیایی در کار نباشه هرچی به دهنشون برسه میگن. یعنی در برنامه آقای فخرآور هم ملت ایران چیزی نمیفهمه هم ملت آمریکا چیزی نمیفهمه، چون ایشون انقدر خودش میفهمه یه پاسپورت با رشوه بگیره، پاسپورت جعلی بره. آمریکایی‌ها هم گابور انگار همین الان از بالای ساختمون افتادن پای ویزایشون رو بدن بگن آقا شما بیا برو گستاخیات بکن. نه، من با این مطلب مسئله دارم و ایشان هم در هیچ کجا هیچ گونه توضیح قانع کننده، ببینید ماسمالی زیاد کرد باریکل، اما هیچ گونه توضیح قانع کننده تا این ساعت ایشان هیچ کجا ندادن که این مسئله رو حل کنن. آقا این داستان خروج شما چیه؟ درست آقای فخرآور ممل امریکایی شماره 3 بالاخره میاد و وارد آمریکا میشه، وارد آمریکا میشه و دقیقا همون دورانی است که ایشان با دار و دسته سازگارا خانم بنفشه زند، خیلی جالبه اسم جالب داره میاد اصلا، آقای افشین الیان و دار و دسته آشنا میشه و قاطی میشه که اینها وظیفه شون در آمریکا نشان دادن روی خوب اسلام به آمریکا. عکسشو گذاشتم براتون، خانم بنفشه زند دختر مرحوم سیامک پورزند، روزنامه نگار ایرانی هستن، به دست جمهوری اسلامی، حالا نه به دست جمهوری اسلامی، نه آقای سیامک پورزند خودکشی کردن در سن 80 خورده سال. این خانم دختر آقای سیامک پورزنده ولی از نام پدر استفاده نمی کنه، از نام مادر استفاده، حالا چراش رو خودشون بهتر میدونه به صورت. ایشون میاد با این لابی دست به یکی میکنه، در مجامعشون در سخنرانیاشون شرکت میکنه و قصد این هست که روی خوش اسلام رو به جهان غرب نشون بدن، یعنی همون چیزی که جمهوری اسلامی خواست هنوزم میخواد. پس این شروع کار آقای فخرآور هست در آمریکا، خیلی هم کار جالبیه. عکس دیگری گذاشتم که ببینید چگونه فاضلاب‌ها به هم راه پیدا میکنه. آقای اکبر گنجی، آقای فخرآور در واشنگتن. این چرا دستش اینجوری گرفته؟ دقیقا سوال همینجا سوال سوالی. ببینید شما با کسی چگونه رابطه‌ای باید داشته باشی که دستش رو به این صورت بگیری؟ توجه دارید چی دارم عرض میکنم؟ بله. یعنی حالت بزرگتری کوچکتری ایشون نسبت به این آقا داره و قشنگ هم دیگه رو میشناسن. همون اکبر گنجی که آقای فخرآور میگه من ایشون رو نمیشناسم. بابک جان دوستان نوشتن از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هر چیزی برمی آید، دقمرگ کردن پدرشون رو، من نمیدونم یعنی کی پدر کیو دقمرگ کردن، پدر بابک پدر فخرآور رو یا کی؟ فعلا منو دارن دقمرگ میکنن وزارت اطلاعات و این آتش بالا که میفرستن. دوستان لطف کنید وقتی روی فیسبوک یه چیزی مینویسید ضمن خلاصه نوشتن توضیح بدید که درباره چی، پدر کی دقمرگ شده، در صورت
ممنونم. این دوستون نوشته از جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات، هر چی بگی برمیاد. بفرمایید بابا جان. بله عرض میکنم خدمتتون، متاسفانه به این صورت هست و اینها هم تا امروز کارشون رو انجام دادن. یعنی آقای فخرآور از با جان بولتون نشسته برخاست داره که با مزاحمین خلق یا همون مجاهدین خلق در تماس هست، تا آقای جان کری وزیر امور خارجه اوباما و رفیق هممنقلی آقای ظریف. اول اولیش کی بود که رفته بود تو هتل اینو دیده بود؟ پیر بود. بله پیر بود. البتون میگم اونا آی سوربی اینها به قول معروف از قول حدیم افتادن تو دین. ریچارد پیر. بله بله. این برمیگرده به دوران ریاست جمهوری بوش و گندی که سر عراق بالا آورده بود، محبوبیتش اومده بود پایین و سعی داشت به هر صورت خودش رو در بین هم ایرانیان اینجا ببخشید و هم ایرانیان خارج محبوب کنه با مثلا رسیدگی به دانشجویان ناراضی ایرانی در خارج. و اینها هر کسی رو که جمهوری اسلامی بهشون تحویل داد رو با فرش قرمز آوردن اینجا، بردن اول توی کاخ سفید، بوش بغلشون کرد، یه عکس انداخت، اون عکس هم انتشار. توجه دارید جمهوری اسلامی اینگونه به کاخ سفید نفوذ پیدا کرد. حالا قرار میگردیم به سر آقای فخرآور و کنفرانسی که در مورد روی خوش اسلام بود در سال 2007 برگزار شد. عکسش رو دیدید با خانم بنفشه زند، باند آقای سازگارا. یعنی ایشون از ثانیه که آمده در آمریکا کار و زندگی رو بل کرده و مشغول فعالیت با گنجی ها و سازگاراست، امثال ایناست، باند ایناست. به دانشجویان ایرانی داخل ایران که اسم خودشون رو کنفدراسیون گذاشتن رسیدگی نمی کنه، سرش تو کار خودشه. البته چند بار دانشجوهای مختلف گفتن که این از اسم ما استفاده کرده، اسم ما را حتی توی هیئت امنای اون کنفدراسیون اینها نوشته و یکی یکی شاکی شدن، چیزی که از بنده خدا تو ایران اصلا دستشون به جای بند نیست به کی شکایت کنن. بله بفرمایید. از صداشون هم به جای نمیرسه. چرا؟ چون متاسفانه آقای فخرآور و پولهایی که پشت سرش هست، چه از جمهوری اسلامی و چه از منابع دیگه، حالا عرض میکنم باز از کدوم منابع، اینها اجازه این مطلب رو نمیده. یعنی فردا همین ویدیو رو ایشون و خانم محلقا، خانم خواهرشون، اول همه فحاشی رو شروع میکنن، بعد هم میرن به یوتیوب شکایت کنن. آقای ناگفته نماند، یه مدت ایشون حتی با داماد و خواهرش هم اشکال داشت و حتی با برادرش هم اشکال داشت که برادرش برگشت رفت ایران گفت بابا اصلا این مزخرف میگه و اینها. اونم دوستان تحقیق کنید و فخرآور رو بهتر بشناسید. ضمناً وقتی شما راجع به تحصیلات ایشون میگفتید، اگه اشتباه نکنم ایشون به من گفت که دانشجوی رادیولوژی، قسمت رادیولوژی نمیدونم کرج گوهردش یه جایی بوده که بعدم ناتمام میشه میره. حالا پریشب من یه جایی بودم، طرف میگه آقا ایشون استاد دانشگاه است. میگم به دانشگاه زنگ بزنید بگید این چی درس میده. اگه گفتن علوم سیاسی، علوم اقتصادی، بگو آخه این چه مدرکی گرفته، از کجا گرفته. و کلا من ممنونم از افرادی مثل شما. بارها هم گفتم دلیل آشنایی من دوستان با بابک از اونجایی شروع شد که ایشون یه تحقیقی کرده بود کامل درباره بختیار، به اصطلاح دکتر شاپور بختیار و اطرافیانش، من جمله اون آقای وزیر بهداری، آقای منوچهر رزمارا. بله. و خیلی جالب بود و من ازش خواهش کردم در برنامه‌های تلویزیون مردم برنامه داشته باشن. ویدیوهاشون موجود هست روی یوتیوب، تایپ کنید بابک هروی، خودتون شاهد باشین و خودتون قضاوت کنید. اگر فکر میکنید به هر دلیلی، ایشون میگه بارها من با اینها اصلا حساب شخصی ندارم، ولی اگر فکر میکنید به هر دلیلی ایشون خلاف میگه، دروغ میگه، یک به اصطلاح دشمنی داره، شما بیان در برنامه آینده مهمون من باشید و بگید اینجا که گفت این فوق دیپلم داشته یا حتی فوق دیپلم هم نگرفته، شما بگید بله آقای فخرآور اصلا توی اون بیمارستانه که دنیا آمد دکترا بهش دادن، مثل آقای خامنه‌ای که گفت یا علی مدد آمد بیرون، ایشون هم داشت نمیدونم معادلات چند مجهولی رو حل میکرد. بیان بفرمایید در خدمتتون هست. بفرمایید بابا جان. خواهش میکنم. نه بسیار صحیح میفرمایید، این
آقای فخرآور متاسفانه کسرت قول زیاد داره، یعنی در یه جا میاد میگه که من چه میدونم، دوستانش میگن در تکنسیان اتاق عمل بوده، یه خودش میگه رادیولوژی بودم، بعد میگه دکتر بودم و و. اما این نکته بسیار خوبی رو شما فرمودین و اون دانشگاه تگزاس و استادی دانشگاه تگزاس بود. اتفاقا یکی از مسائلی که من رفتم و نگاه کردم همین بود و نام ایشان بر طبق آخرین تحقیقی که من دو روز پیش انجام دادم در هیچ کدام از دانشکده ها و دانش چی میگن مراکز علمی دانشگاه تگزاس ثبت نشده. ایشان بر طبق سایت دانشگاه تگزاس در اونجا نه تدریس میکنن، نه وجود خارجی دارن و نه هیچی. حالا ببینید، مسئله اینه که برای ما همیشه قیاس به نفس میکنیم. خیلی از ما نگاه میکنیم در درون خودمون و میبینیم دروغ گفتن برای اون مشکله، هر چه قدم بزرگتر باشه مشکل تره. اما گرفتاری همینجاست، همه مثل ما نیست. این آقای فخرآور یه مطلبی رو پیش کشیده بود که من خودم واقعا دو سه روز پیش متوجه شدم و دیگه ببخشید فیوزم پرید، و اون این که رضا شاه کبیر دایی بزرگ فخرآور است. ببینید اینو که من خوندم، یه عکس هست محبت مال تولد حضرت والاست که روی سایت خودشون گذاشته بودن آقای سوربی. بله دیدم، نوشته که ایشان از پیله پروانه بیرون آمدن و مثل دایی بزرگشون در بچگی چکمه ها رو پا کردن و واو واو از این صحبت ها. من در همین جای پیغام گذاشتم، سوال کردم که میشه نسبت خانوادگی ایشان رو با رضا شاه کبیر بیشتر توضیح بدید، که البته هم پیام من هست شد و هم خودم ایرادی ندید. شکر میکنم که تلویزیون مردم آقای سوربی هستن که آدم بتونه حداقل حرفش رو بزنه. ببینید برای بررسی تاریخ دارم میگم، پدر رضا شاه با مادرشون نوش خانوم نوشافعین آیرانرو ازدواج کردن و از این ازدواج فقط و فقط یک فرزند متولد شده. آقای هروی اجازه بدید من یه چیزی رو به بینندگان به اصطلاح بگم که بیشتر دقت کنن. دوستان نگاه کنید عکسی رو که از رضا شاه گذاشته، ببینید خودش چگونه عکسی گرفته که همون زاویه دوربین همون چیز باشه و بابک داره کف میزنه که شما به اصطلاح شباهت و اینها رو متوجه بشید. در صورتی که همه ما میدونیم اگر مثلا توی منطقه شیراز یه سری عکس بگیریم، ببینید من مثلا شبیه فلانی هم، اون فلانی شبیه اونه. تو ایرانی ها اگه عکس بگیرید خیلی، ولی ببینید دقت کنید به این زاویه، من کارم بعضی وقتا ویدیو و عکاسی هست، دقت کنید این اصلا رفته نشسته اون عکاسی که ازش عکس گرفته چجوری بهش گفته یکم دیگه به چپ یکم دیگه به راست، چشمتو بیار به راست که درست این چشم با این چشم اینها همه یکی باشه. من تعجب میکنم که چرا این یه سیبیل هم نگذاشته، کسی که این در نمیاد آقای سوربی، اون سیبیل کار داره. خب بفرمایید. بله عرض کنم خدمتتون که فیلمی رو گذاشتم، ببینید این فیلم رو قبلش واسهتون عرض میکنم که در مورد فامیل بودن فخرآور با دایی بزرگشون، که البته دایی بزرگ وجود خارجی ندارن، یعنی اصلا عرض کردم رضا شاه خواهر نداشته که حالا ایشون بخواد صد پشت بعدش فخرآوری بشه که گندی بزنه به کار روزگار زندگی ایران به این صورت. اما من میدونم اینو کی علم کرد، موقعی که با رضا پهلوی رفت آمد داشت، میخواست به یک نوعی به آقای رضا پهلوی بگه که اونای دیگه هم خون شما نیستن، من هم خونت هم هستم، و یه جوری این فامیل بودن رو بچسبونه. آقا رضا پهلوی هم مال خورده عفی شده دیگه وارده، اون اصلا وقتی دید این اینجوریه ول کرد گذاشت کنار، تا حالا که باز بهش احتیاج پیدا کرده که دستشو بگیره ببره نمیدونم پهلو آقای مکین و اینها، باز با هم سوار یک درشکه هستن که متاسفانه سر اسب رو یا چی میگن افسارش رو برعکس بستن. بفرمایید. البته این یه دلیل میتونه باشه آقای صوبی، یه دلیل دیگه این که من دیدم طالب زده، یعنی در خط حرکت فخرآور دارم میبینم، این هست که فخرآور داره حتی
زیر پوزی خودش رو به عنوان آلترناتیوی برای شاهزاده رضا پهلوی معرفی میکنه، به همین سادگی که دارم عرض میکنم. یعنی قدم بعدی من مرده شما زنده ببینید کجا خواهد بود، داستان سردراز داره. اما اینا گمانه زنیه، اگه محبت کنید اون فیلم فامیل بودن رو بذاریم، میخوام ببینید که فخرآور با چه سندی چنین ادعای عظیمی رو داره میکنه و تا انسانی هم هیچ کس نیمده بگه آقای فخرآور چرا داری مزخرف میگی. آقا اگه بگنم مثل شما که گفتی یا پاک میکنن یا بلاک میکنن، این کار انجام میدن. فقط باز هم ممنونم از شما، تنها جایی که ما به دو طرف میگیم بیاین هر صحبتی دارید تلویزیون مردمه. الان ویدیو حاضره، بریم با هم ببینیم و برگردیم. بله بعد محبت کنیم ببینید چگونه میگه یورو اون کسی که داره فیلمو میگیره داره این پیرمرد رو مهندسی میکنه، داره درس یادش میده. بله اختیارتون است. ببینیم با هم دوستان این ویدیو. عابدین فخرآور صدا نداره، میاد الان صداش، برو. عابدین فخرآور خواهرزاده رضا شاه، عابدین فخرآور فرزند آقا خان فرماند مخابرات در تهران بودم، یکی از خاندان نزدیک که مادرم بهار خانم، بهار خانم دختره بود. آره دوستان شنیدید، یکی از پشت بهش گفت، وقتی گفت این بهار خانم فلان، اون بهش گفت و من اینو دیده بودم ولی قبلا دقت نکرده بودم. دوستان لازمه که یه نفر دیگه، من بارها گفتم اصلا اینو تو کشتی استفاده میگن، میگن از بیرون نشسته میگه لنگش کن، ولی من واقعا دیدم اینو که تو آمریکا مربی که از بیرون میشینه اون بهتر میفهمه و به طرف داد میزنه مثلا پاشو بگی، یه خمشو بگی، فلان، اینا واقعا کار میکنه. حالا درسته که بابک از بیرون نشسته، ولی این با دوربین اون زیرکی که دستش داره نگاه میکنه و با ذره‌بینی که اینها رو زیر ذره‌بین گذاشته مهندسی شده. یعنی این که شما وقت نشستی جلو دوربین یه نفر بهت بگه که چی بگو، چه کار کن، کجا رو نگاه کن، و میبینید که به این آقا میگن، اولا میگه خواهرزاده، بعد میگه یکی از خانمهای فلان، و بشنویم و ببینیم با هم. خواهر رضا شاه مقداری که قدیمه که عرض کردم به عنوان چون امیر عباس فخرآور فرزندزاده بنده که اونجا هستن بالاخره اینو مطرح که از من خواستن که من این عکس مامان محسوب شهابیان، اون عکسایی که داخل قابن هست که تا عکس بابای، عکس بابای امیر عباس فخرآور. ما هنوز نفهمیدیم عکس بابای فخرآور و عکس مامان بابای فخرآور. بابا کم کم داره شاخ در میاره. بله خب تا اینجاش رسیدیم، دارن قابه ها رو نشون میدن و عکس ها رو نشون میدن. فکر کنم شما صدای ویدیو رو نشون میدن. صدا من داری؟ بله صدای شما رو داریم، بذارید این پخش بشه. یکی از خاندان تقریبا نسبتا نزدیک که مادرم گلبهار، بنام گلبهار که فرزند بهار خانم، که بهار خانم دختره داداش بیگ بود، داداش دختر عباس علی خان بود. دوستان این ویدیو رو دیدید، ولی باز من از بابک خواهش میکنم بعد از برنامه لینک این ویدیوها رو زیر همین برنامه فیسبوک هم در صفحه شخصی من لطف کنه بذاره، هم در صفحه مردم تیوی. و اینجا خیلی جالبه، این پیرمرد بنده خدا رو که اصلا به نظر میرسه فراموشی هم داره، اسم مادر خودش هم یادش رفته، گذاشته و میگه من این فیلم رو به درخواست امیر عباس فخرآور که گویا
خیلی خنده داره. خب باز هم عکسای دیگه هست، ویدیوهای دیگه هست. من از بابک میخوام که اینها رو بعداً روی فیسبوک بذاره. حالا اونایی که از طریق یوتیوب یا تلویزیون مردم میبینن، روی فیسبوک خود بابک هروی هم عکسشو نشونتون میدم، اونجا هم برید این رو دنبال کنید. ممنونم بابک جان، شما بفرمایید، هر وقت گفتید من عکسای دیگه یا ویدیوهای دیگه هم نشون میدم. خواهش میکنم، با کمال میل حتما در اختیارتون هستم. بله آقای سعودی، این مهندسین قضیه رو دیدید، اما من در اینجا میخوام آدم منصفی باشم. من در همینجا در مقابل تمامی بینندگان شما آقای فخرآور رو به چالش میگیرم که در هر مدتی که مدت به قول معروف کوتاه، شجره نامه صحیح در مورد ارتباط خانوادگی خودشون با این خواهر گم شده رضا شاه رو حتما در اختیار ملت هم بگذارن. این فقط یک چالش هست، نمیگیم کار ما درسته، نه کاریشون بلد، کاری بین نداریم. بابک جون واقعا فارسید به قول آمریکایی‌ها زنگ زده ها. شما میگی خواهر گم شده، این گم بوده الان دیگه پیدا شده. آقای امیرعباس خواهر خواهر پیدا شده، خواهر خلق شده است آقای سعودی، کشف شده. بله بفرمایید. اما من میخوام ادبی مؤدب باشم، یه جوری 20 ثانیه من درست بزنم، شما نذارید. ولی که از آقای فخرآور خواهش میکنم به جواب یه سوال بده. آقا شما چجوری، این خواهر کی اصلا، این خواهر اسمش چیه، چه رابطه با رضا شاه داشته که اصلا خواهر نداشته؟ ببینید زور گفتن هم حدی داره. بگذارید این پس مسئله دروغگویی ایشون. یکی از موارد دیگری که ایشون دروغ گفته همون روز 18 تیر است و جالبه در مصاحبه‌ای که با پارازیت کرده این چنان میزنه بیرون که شنیدنیه. آقای مجری برنامه به حضرت فخرآور گیر میده که آقا تو 18 تیر کجا بودی؟ میگه من سرباز بودم، تو نیروی انتظامی بودم. ببینید زندانی بود، در زندان درمایی بشه تو نیروی انتظامی، این پادگانم نفرستادنش. نظرکردگی یعنی همین. چرا؟ چون سرباز و موقعی که حالا سابقه سیاسی داشته باشه و سابقه فلان داشته باشه دیگه تو نیروی انتظامی نمیذارن. این یه حداقل شعور در جمهوری اسلامی مفروضه. اما اومدن این سرباز رو گذاشتن توی نیروی انتظامی، و نیروی انتظامی نه هر کجاش، نه خاش و زاهدان، در بیمارستان پلیس تهران. ببینید یعنی نمیدونم چقدر خداوند به این بنده خودش نظر کرد. خلاص در روز 18 تیر آقای مجری ازشون میپرسی که شما کجا بودی؟ ایشون باسته به معمول عصبی میشه وقتی سازش سوال میکنه و نه اونو فلان اینا. آخر سر در آخر میگه، بعد یه جمله جالبی میگه، برمیگرده میگه ما رو اعزام کردن و این قطع میشه. بله اگرم اعزام کرده باشن برای سرکوب اعزامشون کرده. خواهش میکنم این ویدیو رو مربط کنی بگذاری با کامبیوتر حسینی. بله نوشتم که عباس فخرآور در 18 تیر اصلا دانشجو نبود. بله گوشی من این ویدیو رو نشون میدم، ولی حالا که شما گفتید اعزام، اجازه بدید من به یه جوکی هم به اصطلاح بگم تو برنامه که در اوائل انقلاب جوک شده بود. میگفتن روزی با آقای منتظری مصاحبه کردن، این بند خدا پیرمرد گفته بود که توی رژیم شاه خیلی بد بود، همه زندانی ها یا اعدام میشدن یا تجاوز میشدن بهشون. بعد یکم نگاه میکنه میبینه خب این اینجا نشسته، میگه البته من اعدام شدم. حالا این آقا منو کشتن. این آقا هم اعزام شده بوده. دوستان بیاین با هم ببینیم اینجا این ویدیو رو. بله آقای کامبیز حسین خدمت شما هر شاید که در 18 تیر شما بذارید. دوستان من اینو تنظیم کنم برای صفحه. بله من اینا رو فکر کردم شما فقط ازش عکس گرفتید که ما نشون بدیم که دوستان برن خودشون پیدا کنن، ولی چه خوب که شما ویدیو رو فرستادین که دیگه همینجا اینو نشون بدیم. ضمناً یکی از دوستان نوشته اون ویدیویی که فخرآور در برنامه سوربی تلفن رو به آقای فرهاد پارسی قطع کرد خودش گویای همه چیز بوده. و حالا این هم یعنی به قول بابک قشنگ میگه اینایی که دروغ میگن هم هی باید دروغشون رو تکرار کنن، هی بزرگترش کنن. دوستان عزیز با هم ببینیم که آقای فخرآور 18 تیر کجا بوده. بله
خدمت شما عرض شد که در 18 تیر شما کجا بودین؟ چیکار میکردین آیه؟ من دقیقا 18 همه تیر بعد از اینکه تحصیلات منو توی دانشکده پزشکی توی کوچه آبشار مرکز وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی کمیته مرکزی بست جلوشو گرفت بعد از اینکه تبدیل به بوشهر شدم، در نهایت اجازه ادامه تحصیل رو به من ندادن، مجبور بودم به خدمت سربازی برم. اجازه بدید مجبور تیر کجا بود؟ سکون برای توضیح بدم، رفتم به خدمت سربازی و توی خدمت سربازی افتادم توی بیمارستان پلیس. آقای فخرآور سرباز بیمارستان پلیس بودم که از داخل کوی دانشگاه تهران به ما زنگ زدن و گفتن که بچه‌ها رو اینجا دارن میزنن. سریعا ما از اونجا اعزام شدیم بیمارستان. رفتم شما در 18 تیر در بیمارستان سرباز بودید؟ سرباز بودم، سرباز نیروی انتظامی و کاملا با بچه‌های فعال مستقیما در ارتباط بودم. در 18 تیر ایشون سرباز بوده، اعزام شده، بعد میگه البته من مستقیما با بچه‌ها تماس گرفتم، یعنی در تماس بودم. من اینو تا حالا ندیده بودم و دقت نکرده بودم. بابک دست درد نکنه، بفرمایید. بازم هر وقت گفتید عکس ها و ویدیوها رو من از خواهش می‌کنم. بله اعزام شدیم. اعزام شدن خیلی کلمه سنگینیه، این شوخی نیست. شما اگر سرباز در بیمارستان پلیس هستی، خب اونجا وظیفت دم در وایسی در رو بپای، این از این حتی اکثر ممکنه کار بیشتری به شما ندارن. بعد اما اگر میان شما رو اعزام میکنن از بیمارستان پلیس، سوال اول من به کجا اعزام میکنن؟ شما آقای فخرآور سوال بود و من جز برطبه گفته خودتون از بیمارستان پلیس که شماها رو اعزام کردن به کجا و به چه منظور اعزام کردن؟ خوشحال میشم که توضیح داده باشین، دلیل نداره آدم همه چیز در خفا برای خودش نگه داره یا عصبیش اصلا رو صحبت نکنه. پس این یه مسئله. مسئله دوم میگم، عرض کردم خدمتتون بابا دیگه امام رضای غریب هم انقدر نظر کردی خداوندیست که فخرآور هست که این از زندان اوین بیاد بیرون ببرش سربازی، مثلا سربازی بیفته نیروی انتظامی در تهران در بیمارستان یه جای کار میلنگه. همش من کار ندارم. آدرس کوچه ها رو میده، میگه دانشگاهمون تو فلان کوچه بود، من نمیدونم دانشگاه تو کوچه. بفرمایید. میگه آقا برای خودش میگه. ببینید یه مسئله داریم در زبان فارسی، میگه که لاف در غریبی و چیز در بازار مسگرها به آسان توان زد. بله. اینم اومده در غریبی هر چی داره داره لافشو میزنه. بله خوش، اصلا کار نداریم. اما آقای فخرآور متخصص تئوری چی میگن کانسپیرسی تئوری که میشه مثلا تئوری دسیسه، ساخت و پاخت. بله دسیسه یا توطئه دسیسه. دسیسه هستن. بله. تئوری دسیسه هستن. و موقعی که مثلا سعید کریمیان رو ترور میکنن، ایشون اولین اعلامیه‌ای که میده اینه که خواهر من رو هم تهدید به قتل کردن، حالا در مالزی در کجاست. موقعی که برادرش به ایران برمیگرده میگه برادرم رو دزدیدن و و و و و. حالا آقا ایشون ماشین کرایه کرده و تو ترکیه وقتی خواهرش و خواهرانش و مادرش اومده بودن اونجا که با هم خوش بگذرونن، از بس پسر لوس نونو رو بچه پرروی هست و بعد رانندگی کرده بود تصادف کرده بود، بعد آمده بود میگفت که اونجا مامورین جمهوری اسلامی آمدن منو ترور کنن. خب ماشین مامور... بهم زدن در رفت. آره مامور جمهوری اسلامی میخواد ترورت کنه، میاد با ماشین بامپر میزنه به بامپرت که بر تو بری گریه کنی که به من زدن پول بیمه بدیم یا فلان، میاد گلوله میبنده بهت، پدر صاحب بچه رو در میاره. این حرفا این مزخرفات چیه؟ بفرمایید. دقیقاً حداقلش دو تا چک و یه لگدی که اونم نخورده. ببینید گلوله اصلا این لیاقت گلوله رو نداره. ولی دو تا چک و یه لگد هم به این نزدن. فقط بامپرش زدن و رفتن. بگذرید. اما یه مسئله خیلی جالبی رو من پیدا کردم اون سوربی. ستار بهشتی وبلاگ نویس ایرانی کسی بود که در دو روز، یعنی دو روزه جمهوری اسلامی این بچه رو کشت. این روز نهمه فرض می‌فهمید آبان که گرفتنش، این بچه تا یازدهم به قتل رسید در زندان. و وبلاگ نویس هم بود، یه عکسی رو گذاشتم که واکنش، اولین واکنش آقای فخرآور هست نسبت به همین مسئله آقای ستار بهشتی که در
وبلاگ خودش نوشته آقای فخرآور اوایل مرداد ماه امسال بود که دوست خوبم فرزان صفاییان مدیر وبسایت خبری موفق فریاد سبز با سبزیان ایشون در تماسه با من تماس گرفت، گفت یکی از وبلاگ نویسای جوان در داخل ایران علاقمند است که با من در تماس باشد و با کنفدراسیون دانشجویان ایرانی همکاری کنند. به فرزان گفتم که خیلی خطرناکه است که با موبایلش با من تماس بگیرد و از طریق دیگری برام ارتباط پیشنهاد کردم. چند روز بعد همین جوان تماس گرفت و خودش رو معرفی کرد. ستار بهشتی هستم و این را میگویم که دانشجو نیستم ولی وبلاگ می‌نویسم. اینو آقای فخرآور نوشته پس از فوت آقای بهشتی. آقا امروز آقای هروی، امروز برنامه ما جوک و خنده است یا جدی است؟ چون من دیدم، میدونید من یه مدتی رفته بودم تار میزدم و دنبال موسیقی و اینها بودم، هر کی میومد میگفت من شاگرد استاد فلانیم و استاد فلانی که مرده بود، هیچ کدومش نمیگفت من شاگرد مثلا آقای لطفیم که زنده هست، من شاگرد آقای حسینیم که هر کی. وقتی اینا میمیرن یه دفعه شما میبینی هزار نفر شاگرد دیگه اضافه میشه. حالا این بنده خدا ستار بهشتی هم مرده، کشتنش از این ور، آقای فخرآور میخواد حتی از جنازه اینها سوء استفاده کنه. حالا چه بلایی چه مشکلاتی برای خانواده اون پیدا میشه، به قول آمریکایی‌ها who cares، برای ایشون اصلا مهم نیست، فقط ایشون اون پسر گستاخ که بنده میگم اولا گستاخ بودن کلمه خوبی هم نیست، پرخاشگر و گستاخ و اینها، که من میگم نه آقا تو اونم اشتباه گفتی، تو بچه پررو هستی. بعضی هم میتونن بچه پررو رو با بچه چیز دیگه عوض کنن. در صورت بفرمایید اینم ایشون با آقای ستار بهشتی هم در تماس بوده و آقای ستار بهشتی هم میخواسته جزو کنفدراسیون باشه مثل دیگران، که عضو هیئت امنای کنفدراسیون دانشجویان قلابی هستن که کنفدراسیون اصلی شکایت کرد از فخرآور که بابا اصلا کنفدراسیونی که شما نمیتونی دوباره تأسیس کنی، یه چیزی هست که 50 سال پیش 60 سال پیش تأسیس شده و همینجوری ادامه داره. در صورت اینم از این دوستان نوشتن که دروغگو کم حافظه است و در اصلا ممنونم. این اسم سرتیتر برنامه امروز رو میذاریم فخرآور رو بهتر بشناسیم. بابک جون بگو، من اون مدرکم نشون دادم که دو تا هست، یکی دیگه هم هست باز فخرآور، یکی دیگه هست که سربرگش آبی آی سوربی. حالا اینو میخواییم ببینیم. بله، این سندیست که نشان میده مرحوم ستار بهشتی در تاریخ 22 مهر ماه 1390 در وبلاگ خودش هرچی از دهنش در اومده بود و فخرآور گفت و اسم ایشون رو در اون موقع ننگاور گذاشته. آها، نوشته عباس فخرآور را بیشتر از قبل شناختیم، تاریخ هم زده 22 مهر 1390 جمعه. بخونم من یا شما میخونیم؟ نه اینو فقط میگم میتونم لینکش رو بذارم، ولی کلن تمامش در به قول معروف بر علیه امیر عباس فخرآور سیاوش هست و اینکه در همین مقاله ستار بهشتی فخرآور رو ننگاور صدا کرده. بسیار. اما نکته جالب ماجرا کجاست؟ اگر ما بخوایم از دید به دید فخرآوری به این مطلب نگاه کنیم، آی سوربی، ستار بهشتی دقیقاً دو هفته بعد از اینکه این مطلب رو انتشار میده به وسیله پلیس امنیت ایران کشته میشه. توجه داری؟ بله. حالا آقای فخرآوری که میگه اگر به ماشین من زدن جمهوری اسلامی هستن، من چطور ازشون سوال نکنم؟ آقای فخرآوری شما نبودید که دستور قتل بهشت رو صادر کردید به خاطر همین مقاله؟ به صحبت خودشون دارم سوال میکنم. ببینید، یعنی دقیقا کمتر از دو هفته بعد از تا این تاریخ هست که ستار بهشتی رو پلیس ایران دستگیر میکنه، پلیس حالا فناشه زهرماریه، و به قتل میرسونه. و اولین کاری که فخرآور میکنه چیه؟ میاد در خارج برای این مطلب اعتبار برای خودش کسب میکنه که آقا من این با من بوده، زیر دست من بوده، جزء کنفدراسیون چون نبوده ولی وبلاگ نویس بوده، پس از من بوده، پس کردیتش به من میرسه. توجه داشته باشید.
خود فخرآور بارها گفته که من در ایران لیبرال هستم، در آمریکا محافظه‌کار و مرده‌خوری رو هم فرصت طلبی میدونم، ایرادی هم نمیبینم. ببینید این گفتار خودش. و این کیسی که الان من نشون دادم بارزترین مورد مرده‌خوری هست که یه آدم از آمریکا بیاد از خون بچه‌ای که در ایران ریخته شده بخواد سوء استفاده بکنه به خاطر اینکه یک وعده غذای بهتر در کنگره بخوره یا یه چک چاقتر از فلان کسک. وای برم، وای برم. یعنی اینجا مسئله من شخصی، چون ستاره بهشتی انگار پسر خود من باشه، انگار بچه خود من باشه، انگار برادر خود من باشه. بچه کار بدی نکرده بود، یه بچه کارگر بود که فقط درد دلش رو می‌نوشت و حقم داشت کلام بکنه. متاسفانه کشتنش به ناحق. و فخرآور اولین کسی است که بالای سر این جنازه پیداش میشه و میخواد ازش در آمریکا کردیت بگیره. متاسفانه. بله این آقای امیر عباس ماست، آقای سوردی. بعد مسئله دیگه کسی عکسی گذاشتم مال فخرآور هست با ترکی الفیصل. ترکی الفیصل ببینید کجا این همه چی داره به هم میرسه. ترکی الفیصل شاهزاده سعودی است، وزیر سابق اطلاعات امنیت عربستان سعودی بود و امروز مسئول مستقیم مجاهدین خلق یا مزاحمین خلق در خارج هست از طرف دولت سعودی. بعضی ها میگن خواستگار جدید خانم مریم رجبی. آقا کور که نیست که، این حالا قیافش دگوری هست ولی انقدر زیر دستش هست که مریم رجبی رو بکنه چپا. شما از این عربا غافل نباشید. نه آقا ببینید خیلی دیگه باید مرد باشه اصلا مریم رجبی اصلا از لیگ ما خارجه. ببخشید من تصورشم به هر صورت کار ایشون نگهداری از جناح مخالف حکومت ایران هست که سعودی داره پولش رو میده. حالا این جناح مزاحمین خلق هست، جیش العدل هست، چه میدونم گروه فرقان هست، توفت زهرما هست و و و و. آقای فخرآور میاد بغل ترکی از فیصل عکس میندازه. مقصود چیست؟ مقصود اینجاست که ایشون هیچ حدی برای تلکه کردن نمیبینه و ایشون نقطه عطف منافع مجاهدین خلق با جمهوری اسلامی در یک هم. حالا اینو میخوام واسه این یه تئوری الان میخوام واسه تون بازش کنم. دو تا سازمان و ارگان و یا به قول معروف نهاد هستن که از این سردرگمی اپوزیسیون در خارج دارن نهایت استفاده. بابا جون یکم سریعتر، 9 دقیقه دیگه برنامه من تموم میشه. چشم. این دو تا نهاد هستن که این پولا رو میدن. این نهادهایی که جمهوری اسلامی یکش مجاهدین. چرا؟ جمهوری اسلامی به اینها پول میده به خاطر اینکه شما فقط باقی عکس‌ها رو فقط بزن آیشو بگی من اینم تموم کنم و دیگه. اجازه بدید فقط راجع به ترکی الفیصل بگم که در نشست سال گذشته این آقای ترکی الفیصل وقتی که آمد در برنامه مجاهدین صحبت کرد بلند گفت که گفت که خانم رجبی مرحوم همسر شما. مجاهدین شروع کردن کف زدن، این فهمید که اینها نفهمیدن که چی گفتن. دوباره وقتی که کف زدن ها تمام شد گفت که خانم رجبی مرحوم همسر شما. دوستان آقای رجبی فوت شده، حالا یا از زبونشون در رفت یا هرچی، یا این که میخوان بگن فوت شده که حالا بعدن یه جایی، من اصلا نمیفهمم فلسفه اینها چیه، ولی این همون آغاز و از همون روز شایعه این که ایشون شخصا دنبال خانم رجبی هست به اصطلاح قوت گره. گفتن که به این خانم گفته بابا دیگه بیا تو مراسم رسمی بگیم که شوهر قبلیت فوت کرده، حالا ما عربا هم که پول داریم و آزاد هستیم و بیا بریم. منظور من این بود. بفرمایید منم عکسار نشون بیدم. ممنونم. مایش یه سیغه است فقط. اصلا خدمتون که جمهوری اسلامی و مجاهدین خلق اینها این آشوب و سردرگمی رو در بین اپوزیسیون خارج میخوان.
جمهوری اسلامی برای اینکه سقوط نکنه، مجاهدین خلق هم به خاطر اینکه تنها گروهی باشه که سازماندهی شده باقی مونده. چرا؟ چون این آشوب دامن اون رو نخواهد گرفت، خودشون پشتش هستن. دارم عکس نوریزاده رو نشون میدم در اون رابطه، اگه میشه صحبت کنی. نوریزاده هم که میگم عکس کردم، این آقای فخرآور از دو سمت بهش رسیدن، و یعنی هم جمهوری اسلامی رو آورده اینجا، الان هم با اینها رو هم ریخته، با اونها رو هم ریخته. مسئله اینه که سیاست پدر و مادر نداره. وظیفه فخرآورها در خارج به هم ریختن اپوزیسیون و تفرقه بین ایرانی‌ها است. همین بس. اجازه بده یک کردیت بهش بدیم، خداییش موفق هم بودن. حالا در این سطح وقاحت های سوری دیگه خب حالا خب عکس پیمان عارف رو دارم نشون میدم با شما. چرا عکس پیمان عارف هم همون کسی است که در ویدیویی که یک ماه پیش مثلا 3-4 ماه پیش بیرون داد اعلام کرد من فخرآور رو نمی‌شناسم و 5 سال اخیر با هم دوستی شخصی داشتیم، اما این عکس داره در رستورانی رو در ایران نشون میده. من فیلم این رو هم دارم. بله منم یادمه که میان با هم میشینن صحبت میکنن. یه چیز دیگه ناگفته نماند، پیمان عارف دوستان کسانی کسی هست که با همسرش یه فیلمی رو گذاشتن که به اصطلاح پلیس آمریکا پشت در هست و دارن پلیس ترکیه پشت در هستن و دارن در رو میشکنن و حمله میکنن و اینها. بعد یه دفعه ایشون از لبنان سر در آورد. لبنان زیر دست کیه دوستان؟ همه با هم بگید، بگو جمهوری اسلامی. آقا بله دوستان عزیز، اینم ماجرای پیمان عارف. من فقط یه چیز تعجب میکنم، شما چرا اون عکس زیبای باطبی رو با فخرآور که تو زندان به اصطلاح گرفتن، بعد که ازش سوال کردیم آقا تو زندان اینجوری عکس روتوش شده و نور و فلان اینها، گفت نه من از یه استودیوی رد میشدیم رفت. دوستان اونو حتما اگه بتونم ویدیوش براتون پیدا میکنم. بابک ازت ممنونم. 5 دقیقه دیگه وقت داریم، من ساکت میشم، هر چی دلت میخواد بگو. خواهش میکنم دوستان عزیز، برنامه رو بعد ادامه بدید تو فیسبوک. بله من ختم کلام میکنم. ممنونم از همه شما عزیزان که به زیاده گویای من گوش دادید. باز هم عرض میکنم مسئله من شخصی نیست، ولی میخوام یک سوال از خودتون بکنم. اون سوال اینه که آیا واقعا حاضری آینده کشورتون رو، حالا چه در سطح سیاسی، چه در سطح اداری، چه در هر سطحی، با کسی که اینقدر در گذشتش حال و حالش و به عبارت بهتر آیندهش مسائل مبهم هست، قسمت کنید یا نه؟ مثلا من اینجاست. آقا زدی به هدف. ممنونم دوستان عزیز، با بابک هروی بودیم. فیسبوکش رو، صفحهش رو نشون دادم، خیلی ساده باهاش در تماس باشین، برنامه ها رو اینجوری پیگیر باشید اونجا. و اجازه بدین به عنوان حسن ختام این رو هم اتفاقا چون بابک فرستاده من نشون بدم. ویدیویی هست که من سالها پیش آقای فخرآور با یک خانم آمریکایی آمد اینجا و وقتی من یه دونه از این آبا گذاشتم و به شوخی بهش گفتم که آب سربسته گذاشتم که مشکوک نشید، اون به من گفت که شما میتونستی با سوزن به اصطلاح توی این چیزی بریزی، که ببخشید من گفتم من با چه فلانی روبرو هستم. و بعدم دیدید که برنامه رو میبینید الان تو ویدیو بلند میشه و در میره از سوال درستی که یک نفر ازش انجام داد. بابک جان ممنونم، زحمت کشیدی، به این برنامه‌های تحقیقی ادامه بده. امیدوارم دوشنبه‌های بیشتری با شما باشیم. بهترین ها رو برات. ممنونم از شما سپاس عزیزم. مرسی، به امید دیدار. قربان برم، خدا نگهدار. خدا نگهدارت، خسته نباشه. دوستان عزیز با بابک هروی بودیم. فیسبوکش رو هم اجازه بدید یک بار دیگه بهتون نشون بدم، بابک هروی. و این ویدیو رو هم با هم ببینیم و حسن ختام برنامه امروز باشه. صبر کنید تا من ویدیو رو تنظیم کنم. ما چهارشنبه با شما هستیم و چهارشنبه یک مهمانی دارم که ایشون در کارهای اینشورنس یا بیمه به اصطلاح جواز دارن و اجازه کار دارن. و سوالاتی اگر در این رابطه داشته باشید ارسال کنید تا بپرسیم از ایشون. با هم برنامه رو به پایان میبریم با این ویدیو. با دقت لطفاً به این مکالمه تلفنی گوش کنید. جناب فخرآور، شما فرمودید در زندان عادل‌آباد بودید، شما بند چند بودید در زندان عادل‌آباد؟ من توی قرنطینه‌ش بودم عزیزم، وقتی که بعد
از نمیدونم شلوغی سال 1372 71 دانش آموزی شیراز رو اگر خاطرتون باشه بچه‌ها اومدن ریختن، بچه‌های دبیرستانی اومدن ریختن که من دقیقاً میدونم بند چند بود اون قرب. ولی من قرنطینه میدونم، بند نمیدونم. اگه قرنطینه در زندان عادل‌آباد نبود جناب آقای فخر. عزیزم خب شما احتمالاً بهتر از ما میدونید. 2500 دانش آموز رو بردن اونجا. زندان شما عزیزم شما نمیدونم. من جوابگوی توهین ها نیستم عزیزم. آقای سوری، آقای سوری نشد دیگه. من اجازه بدید من بهتون گفتم من ساعت 4 بعد برم. عزیزم شما برید خودتون لطفاً آخه کسایی میان اینجا میشینن از نمیدونم برید دوستان. شما بعد از اینم وقت دارید که با من باشید بعد ببینن دارم. بله هستم. مشکل خدمت باشه. من یه خواهش دارم که نکته‌ای بذارین تمام کنم. وقتی که من از اینجا میرم خواهش میکنم درباره من دیگه نه کسی اجازه بدین صحبت بکنه وقتی من نیستم. نه شما صحبت بکنید آقای صادقی. باز برمیگردیم آقای صادقی هستن ولی آقای فخرآور. ولی کسی درباره من صحبت نکنید.